بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ممتحنا امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک بهی صابرا. با عرض سلام خدمت دوستان و بزرگوارانی که حاضر شدن در این نشست دوم کانون تولید مونترال، من چند نکته رو اولا به اختصار عرض میکنم خدمتتون رو بعد هم انشاءالله به برنامه خودمون می‌پردازیم. کانون توحید مونترال به همت جمعی از دانشگاهیان در زمستان 1390 شکل گرفت و شعار اصلیش هم تلاشی در راستای ارتقاء هویت ملی و مذهبی اعضای خودش است که متشکل از دانشگاهیان هستند. اساسنامه این کانون در حال تدوینه و مراحل نهاییش رو سیر می‌کنه. به زودی دوستان، کسانی که اصطلاح بهشون ما دسترسی داشته باشیم، اطلاع رسانی خواهد شد، برای اینکه دعوت میکنیم از اونها برای رأی گیری و مشارکت و اینکه اساسنامه به مرحله نهایی برسه و این کانون آخرین گام های ثبت خودش رو طی بکنه. یک بروشوری هم دوستان آماده کردند که در کنار درهای ورودی قرار دادن. دوستانی که مایل بودن اطلاعات بیشتری در مورد کانون بگیرن میتونن اون برگه رو مطالعه بفرمایند. برنامه اولی که ما داشتیم نشستی بود، برنامه پرسش و پاسخی بود با حضور جناب آقای دکتر میرباقری در مورد تعارضات قرآن و خرد جمعی بشر امروز. یه نظرسنجی برگزار شد. من به اختصار نتیجه این نظرسنجی رو عرض می‌کنم خدمتتون. نحوه اداره جلسه توسط مجری 70% رضایت داشتن. انتخاب عنوان اون نشست تعارضات قرآن و خرد جمعی بشر امروز 45% رضایت داشتن. ارتباط سوالای مطرح شده توسط شرکت کنندگان با موضوع برنامه 60%. کیفیت پاسخهای مطرح شده توسط آقای دکتر میرباقری نسبت به سوالاتی که در اون جلسه مطرح شده بود 80% رضایت. دوستان یک سوالی پرسیده بودن که موافقت خودشون رو اعلام کنن با اینکه بحث‌های تحقیقی توسط دانشجویان یا دانشگاهیانی که تحصیلات مرتبط با علوم دینی ندارند ارائه بشه که 95% پاسخ بلی بوده. تمدید زمان برنامه پس از پایان ساعت مقرر برنامه 55% موافق بودن. اجرای برنامه‌های بیشتر در چه قالبی باشه 75%، در قالب پرسش و پاسخ 15% بحث و 10% سخنرانی متکلم رهده. دوستانی که مایل بودن اجرای برنامه‌های مشابه رو همکاری بکنن و کمک بکنن به ما 55% از میان حضار. دوستانی که موافق بودن که برای شرکت در این جلسات مبلغی هم پرداخته بشه برای تامین هزینه‌های احتمالی سفر کارشناسی که به این برنامه‌ها دعوت میشه 65% موافق بودن. و موضوعاتی هم که پیشنهاد شده بود برای برنامه‌های آتی من به اختصار می‌خونم: حجاب، حقوق بشر، تعدد زوجات، زنان پیامبر، مقایسه ادیان از نظر کاربرد آنان در دنیای امروزی، چرا فقاهت و مرجعیت، رابطه اخلاق و احکام، کلام جدید، سکولاریسم، مدرنیته و لیبرالیسم. این نتایج نشست قبلی به اختصار. انشاءالله برنامه های بعدی ما هم در فواصل زمانی حد اکثر 2 ماهه ادامه خواهد داشت که با همین سبک اطلاع رسانی به اطلاع دوستان خواهد رسید. در مورد تصویربرداری از جلسه، سیاست ما بر این هستش که از پنل جلویی به صدا نشست سخنران و مجری تصویر برداری خواهد شد و تصویر برداری هم صرفاً برای گذاشتن اونها در وبسایت برنامه برای مراجعات بعدی است. لذا دوستان آزادانه میتونن نظر خودشون رو اعلام کنن و تصویر برداری خارج از این موضوعی صورت نخواهد گرفت. برگه نظرسنجی هم در خلال برنامه خدمت دوستان ارائه خواهد شد که سوالات مشابهی در اون هست و اینکه قسمتی هم برای سوال در اون در نظر گرفته شده که اگر تعداد حضار و تعداد سوالات به نحوی شد که کارشناس محترم برنامه در این مدت 2 ساعته مقرر برای برنامه نتونستن سوالات رو جواب بدن، ما بعدها از ایشون خواهش میکنیم که سوالات رو جواب بدن و بعدها به فیلم برنامه اضافه خواهیم کرد و در وبسایت قرار خواهیم داد. خب، فردریک شلاینماخر
فیلسوف پروتستان مذهب قرن 19 آلمانی است. او را پدر علم هرمنوتیک می‌خوانند. هرمنوتیک در اصل معنای ترجمه کردن، تفسیر کردن یا خبر دادن است و در اصطلاح به علمی اطلاق شده که موضوع فهم از متن و نحوه برداشت و درک متن رو بررسی می‌کند. هرمنوتیک از موزادان بعد از دوران رنسانس غرب یعنی قرن 18 است. ولی شلایرماخر بود که در قرن 19 هرمنوتیک رو به بلوغ رسوند. حکم کلیسای کاتولیک بر این بود که فقط این کلیسا صلاحیت تفسیر متن مقدس انجیل رو بر عهده داره، ولی پروتستان ها این عقیده رو نداشتن و اونها معتقد بودن که خود متن مقدس انجیل خودبسندگی داره و همین مباحثات و مجادلات سبب شد که علم هرمنوتیک پایه‌ریزی بشه. بعدها نیچه اومد و بعد از شلایرماخر که علم هرمنوتیک رو از کتاب مقدس بیرون آورد و به سایر کتب هم تسلی داد، این نظریه رو داد که زبان توانایی بیان حقیقت رو نداره و اون چیزی که از کتب مقدس به دست ما رسیده صرفاً تفسیری است. البته علم هرمنوتیک منتقدانی هم داره در دنیای غرب که میشه از اونها به هانس آلبرت مثلا فردگرای آلمانی اشاره کرد. هرمنوتیک در ابتدا یک مفهوم متن داشت، به نیت مؤلف در برداشت متن اشاره میکرد، ولی بعد از اون کسانی آمدن مثل هایدگر و گادامر که کاوش فلسفی در موضوع برداشت از متن رو ارائه کردن و نیت مؤلف رو کاستن در این موضوع برداشت از متن. هرمنوتیک به قرآن هم سرایت پیدا کرد و دانشمندان مسلمانی مثل محمد ابراهیم شریف، عفت شریف شرباوی و نصر حامد ابوزید آمدند و مسئله هرمنوتیک و قرآن رو بررسی کردند. شاخصه‌های بررسی هرمنوتیک در بررسی هرمنوتیک کتب مقدس و خاصتاً قرآن به چند گروه میشه طبقه بندی بشه که یکی از اونها این هستش که اگر بخوایم اونها رو خیلی مختصر بشماریم، در برداشت از یک متن مقدس افق معنایی مفسر با افق معنایی متن باید درامیخته بشن و این فهم محصول درامیختگی این دو افق معنایی است و اینکه هیچ فهم ثابت و غیر سیالی از یک متن وجود نداره و قرآن به عنوان یک متن یک محصول فرهنگی است که این محصول فرهنگی زبانی داره که زبان آن مختص اولین دریافت کنندگان این کتاب مقدس است. خب متولد 1345 تهران، فوق لیسانس از دانشگاه امام صادق علیه السلام در رشته معارف اسلامی و تبلیغ، فوق لیسانس از دانشگاه ویلفرید لوریر واترلو کانادا در رشته دین و فرهنگ، در حال دفاع از مقطع دکترا از دانشگاه مونترال در رشته مطالعات ادیان، معاون مرکز تحقیقات کانادا در حوزه اسلام، کثرت‌گرایی و جهانی سازی، مدرس سابق دانشگاه امام صادق علیه السلام، مدرس کنونی دانشگاه مونترال از سال 2005، مدرس دانشگاه سادبری در تابستان سالهای 2007 تا 2009 و مؤلف بخش اسلامی کتابهای درسی یا راهنمای آموزش معلمی در مدارس کبک در مقاطع دبستان و دبیرستان برای درس اخلاق و فرهنگ‌های مذهبی. آنچه شنیدید سوابق علمی و پژوهشی و کاری آقای شهرام ناهیدی است که در این نشست در خدمتشون هستیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی الامین المصطفی آیت الله العظمى القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی آل الله. پیش از آغاز سخن یک نکته به نظرم ضروری میرسه و اون این است که از شما خواهش کنم یک نقیصه ای رو در مورد گفتگوی امروز بپذیرید. اون نقیصه هم این است که اگرچه بحث ما به زبان فارسی است، در خلال اون برخی کلیدواژه ها و کلمات فنی رو به انگلیسی یا فرانسه بیان خواهم کرد. دلیلش هم این است که من به معادل های دقیق فارسی این کلمات که در محیط‌های حوزوی و دانشگاهی برای این کلیدواژه‌ها انتخاب یا ابداع شده احاطه کافی ندارم
و اگر از تجربه شخصی و فی‌البداهه خودم استفاده کنم، بیم اون دارم که گنگی واژه برای مخاطبان خاص و یا خلط معنا برای مخاطبان عام راه رو بر مفاهمه میان ما امروز اگر نه تنگ کند، دست کم سهل و میسر پرامش نده. از که میراز ابتدا خدمتون عرض میکنم و بابتش از ابتدا مصرح میکنم. عنوانی که ابتدا برای صحبت امروز انتخاب شده بود، عنوان هرمنوتیک قرآن و هرمنوتیک قرآنی بود. دوستان فرمودند که شاید برخی علاقمند باشند که به مقدمات و مواد هرمنوتیک ابتدا پرداخته بشه. این است که عنوان بحث به قرآن و مسئله هرمنوتیک تغییر کرد و به تبع اون قرآن به عنوان منبع دانش هرمنوتیک مورد بحث ما امروز نخواهد بود، بلکه قرآن به عنوان سابجکت، سوژه، موضوع کار دانش هرمنوتیک موضوع صحبت خواهد بود. منتها برای اینکه بهتر با هم به مفاهمه برسیم، اجازه بفرمایید که ابتدا به درک مشترک از برخی کلمات برسیم، به اینها دست پیدا بکنیم، بعد جلوتر بریم و ببینیم تکلیف دانش هرمنوتیک با قرآن به اندازه این 20 دقیقه 25 دقیقه که فرصت گفتگو است چیست. دو کلمه که بی تردید از بنیانی ترین واژه هاست در دانش هرمنوتیک، یکی متن است، کلمه متن است، و دیگری کلمه فهم. متن چیست؟ یک تعریف بسیار ابتدایی و ساده برای شما که در زندگی روزمره دائم با متن سر و کار دارید، استفاده میکنید ازش، این است که بگوییم متن عبارت است از نوشته ای که جمع کلمات در آن مجموعاً افاده معنای منطقی و مستقل میکند. نوشته ای که جمع کلمات در آن مجموعاً افاده معنای منطقی و مستقل میکند. این تعریف ساده مبنای تصمیم گیری تاریخدانان اولیه به تقسیم تاریخ به پیش از تاریخ و آغاز تاریخ با نگاه به اولین نوشته، اولین متن مکتوب بشری بوده. یعنی برای این تاریخدانان تاریخ با اولین نوشته شروع می شود و پیش از اون پیش از تاریخ است. در واقع طبق این تعریف غارنگاره های بشر فرض بفرمایید همگی جزء پیش از تاریخ هستند، اگرچه تمدن بشری ولو در شکل بدوی وجود داشته و بشر هم میزیسته بر روی کره خاک. من در پرانتز عرض کنم برخی از این جلوتر رفتن و گفتم که تاریخ تنها زمانی آغاز می شود که ما امکان رصد زمانی نوشته رو داشته باشیم. بنابر این تعریف نوشته هایی که به سبب قدمتشون، که از شدت قدمت یا به خاطر از میان رفتن زبانشون امکان رصد زمانی اونها وجود نداره، اینها همگی به پیش از تاریخ برمیگردند. فرض بفرمایید چیزی مثل حماسه گیلگمش برای برخی اینجا آشناست و به زبانهای بابلی از روی متون قدیمی‌تر اکدی پیدا شده، ولی نمیدونیم دقیقاً مال چه زمانی است. برای اون دسته‌ای که به این حد به معنای متن به تعبیری که عرض کردم اعتقاد دارند، حتی تاریخ تنها با متن قابل رصد از زمان قابل رصد از حیث زمان شروع میشه، آغاز میشه. این یک تعریف بسیار ساده از متن. اگر یک پله جلوتر بریم، میتوانیم بگوییم که متن مجموعه از کلمات مکتوب است که مجموعاً متن مجموعی از کلمات همگراست، همگرا به معنی coherent، کوئرام، که مجموعاً معنای مستقل و منطقی رو افاده میکنند. در این تعریف ما دیگه با متن به شکل نوشته تنها سر و کار نداریم، بلکه نوشته تنها شکل فیزیکی متن میشه، عرایض من خدمت شما متن میشه، قرآن در شکل شفاهی خودش متن میشه، حتی پیش از اون که نوشته بشه و اساساً بی نیاز از اون که نوشته بشه. این تعریف اگرچه به نظر جدیدتر از تعریف اول میرسه، اما در واقع برمیگرده به اولین تعریفی که تا به امروز در جهان از متن کشف شده و اون تعریفی است در نوشته کینتیلیانوس، فیلسوف یونانی که حوالی 100 سال پیش از میلاد مسیح سلام الله علیه میزیسته،
که در یک رساله ای در کتابی در خصوص سخن می نویسه پس از آنکه کلماتت را انتخاب کردی بایستی در بافتی ظریف و فاخر در هم تنیده شود. من ظریف و فاخر رو ترجمه fine and delicate، فین و دلیکت ترجمه کردم، شما هر جور صلاح می دونید ترجمه بفرمایید. اما در زبان یونانی بافت تکستوم، اون چه که در انگلیسی ما بهش فابریک، در فرانسه فابریک بهش میگن، این بافت اولین بار است که متن ما کلمه تکست رو تکستوم رو سامنه کنیم، تکستوم رو داریم. این تعریف یک توجه ویژه به آرایش کلمات میکنه. در واقع میاد میگه متن بیش از اون که در مجموع کلمات دیده بشه باید در آرایش میان کلمات و روابطی که با هم بازی میکنن برای افاده این معنا دیده بشه. در واقع این تعریف، تعریف پیامگراست. اگر یک جهش خیلی بزرگ تاریخی بکنیم، ناگهان بپریم به قرن، ابتدای قرن بیستم و شروع نقد ادبی، در واقع نیو کریتیسیزم و شاخه‌های مختلفی که هرمنوتیک رو به شکل امروز که امروز ما باهاش سر و کار داریم شکل داد، معنا داد، میتونیم یک تعریفی رو از متن پیدا بکنیم که توسط منتقدان نقد ساختارگرا، امیدوارم درست ترجمه کرده باشم، structuralist criticism، کریتیک استرکتورال، نمیدونم دقیقاً فارسی، احتمالاً باید گفت منتقد طرفداران نقد ساختارگرا، توسط اینها ارائه شده. اینها گفتند که متن مجموعه ای همگرا از نشانه هاست که به نوعی پیام آگاهانه و معنادار مستقل افاده می کنه. این تعریف از دو حیث با تعریف و تبلیغ متمایزه و نسبت به اونها ارجحه. ابتدا اینکه در این تعریف متن الزاماً کلمه نیست، مجموعه ای از کلمات نیست، مجموعه ای از نشانه هاست و این نشانه ها با همگرایی خودشون یک معنای آگاهانه ای رو منتقل می کنند. طبق این تعریف تابلوی نقاشی متن است، یک قطعه موسیقی متن است، علائم راهنمایی و رانندگی که شما باهاش سر و کار دارید هر روز در زندگی متن است، رقص چه در شکل آیینی و چه در شکل غیر آیینی متن است، حتی شیوه لباس پوشیدن و آرایشمون متن است. این یک امتیازشه که متن رو فراتر میبره از اون چیزی که اون تعاریف اولیه باهاش سر و کار دارن و در واقع اون دانش سمیوتیک رو پایه‌گذاری میکنه، ضرورت دانش سمیوتیک رو در واقع گوشزد میکنه. تفاوت دومش این است که در تعریفش از متن مخاطب رو بهش نوعی نقش اونتولوژیک میده، نوعی نقش هستی شناسانه میده، به گونه ای که متن بدون مخاطب انگار اساسا حیات پیدا نمیکنه. برای که باید اینها، این نشانه های همگرا با هم دیگه افاده این معنا بکنن به یک کسی، برای یک کسی. در ذات خودشون این نشانه ها نیازمند مخاطب میشن. این سوال کلیدی، این نقش کلیدی که متن به مخاطب میده یک سوالی رو ایجاد میکنه برای ما و اون اینکه از خودمون بپرسیم که متن کی به دنیا میاد؟ متن کی متن میشود؟ نوزاد کی وجود مییابد؟ لازم بفرمایید یک مثالی عرض کنم برای اینکه پاسخ بدم به این سوال که متن کی متولد میشه. فرض بفرمایید که یک شخصی ادعا میکند که من یک غزل سرایی هستم که در مقابل غزلیات من حافظ شیراز خون دل میخورد و خجلت میبرد، اما یکی از این غزلیات رو برای شما نمیخونم. خب این هنوز این غزل، این متن به دنیا نیامده، ولو که در اندیشه اوست، ولو که او حقیقت گفته باشه. حالا فرض بفرمایید که این فرد یکی از اون غزلیات نقضش رو، آبدارش رو می‌نویسه بر روی کاغذی و در جایی پنهان می‌کنه. طبق تعریف منتقدان ساختارگرا همچنان هنوز متن به دنیا نیامده. به تعبیر مترنیک، متفکر بزرگ کسی نیست که، متفکر کسی نیست که اندیشه های بزرگ دارد، کسی است که هنر انتقال اندیشه های خودش رو به دیگران دارد. این است که چه در ذهن او و چه در صفحه کاغذی که هرگز خوانده نشه هنوز متن به دنیا نیامده. حالا فرض کنید که این اون کاغذ رو از اون
محل اختفاء بیرون میاره و به دست یک آدم بیسواد میسپاره یا در اختیار کسی که زبان فارسی را نه میفهمد و نه میخواند قرار میده. همچنان متن به دنیا نیامده. این فرد بیسواد متن رو برای کسی میبره و از او تقاضا میکنه تا برای او این متن رو بخوند. به محض این که اون فرد این متن رو شروع میکنه به قرائت، پیش از آن که اون فرد بیسواد بشنوه اون متن رو، متن به دنیا آمده میان شاعر و این فردی که داره میخونه کاغذ رو، متن رو، غزل رو برای اون فرد بیسواد و فهمیده میشه توسط او. اجازه بفرمایید که این مثال رو به قرآن تعمیم بدیم. متن قرآن کی به دنیا آمده؟ خب برخی طرفدار قدم قرآن. اگر ما قائل به حدوث قرآن باشیم، قاعدتاً متن قرآن باید زمانی به دنیا آمده باشه. یک تعریف پاسخ این است که بگوییم که متن قرآن زمانی به دنیا آمده که شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اون رو از جبرئیل امین شنیدند. اما در این تعریف ما مخاطب قرآن رو پیامبر دانستیم. اگر پیامبر رو واسطه انتقال پیام حق به جهان بشریت بدانیم، متن قرآن زمانی به دنیا آمده که اولین نفر از لبان مبارک پیامبر شنیده متن قرآن رو. من این رو نه غلو میدانم و نه اغراق که عرض کنم از نظر من متن قرآن در رابطه میان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین صلی الله علیه به دنیا آمده. اولین کسی که متن رو شنیده از پیامبر فهمید متن. در واقع وجود مبارک این دو با هم برای تولد متن قرآن کفایت میکرد. شاید تعبیر عوامانه باشه، من رو ببخشید اگر خیلی سیال حرف زدم، من نخونه، ولی انگار که جهان بشریت از صدقه سری این ارتباط دو نفره محسوس از حظ سمع و قرائت این متن و این با عنایت به همون تعریف ساختارگرایی است که عرض کردم ارتباطی به مسلمان‌ها و جهان اسلام نداره. بالاخره بعد متن برای مخاطبش قرائت بشه، دیده بشه، خوانده بشه و او باید بشنوه، بخونه، بفهمه تا به دنیا بیاد. اولین نفر هر کسی هست، پس از اون همچنان متن مکرر و مکرر به دنیا خواهد آمد. اما این دیگه اون تولد اول نیست، این ادامه همون تولد اول. از این بابت که عرض می‌کنم این اغراق و گزاف نیست، نگاه بسیار علمی است تولد من و تاریخ صدر اسلام. این از متن، نگاه خیلی سریع کلی به متن. اما واژه فهم، فهم یعنی چه دقیقا؟ شما بهتر از من می‌دانید که این سوال ساده که فهم چیست امروزه موجب ایجاد شاخه پیچیده‌ای از دانش بشری به نام اپیستمولوژی شده. به نظرم شناخت شناسی ترجمه شده باشه که فهم چگونه اتفاق می‌افتد، ما چگونه می‌فهمیم آنچه که می‌فهمیم. به خاطر اینکه فرصت ما کوتاه است، در یک رویکرد بسیار ریداکشنیست، ریدکشنیست و بسیار جنرالایزر، بسیار جنرالیزان عرض میکنم که از منظر دانش هرمنوتیک فهم یک رویکرد دوسویه است که از اندیشه مؤلف به متن آغاز و از متن به اندیشه مخاطب انجام می‌یابد. در واقع مؤلف اندیشش رو به ودیعه میدهد به متن و مخاطب اندیشه مؤلف رو از متن به ودیعه میدهد. غایت هرمنوتیک این است که به جایی برسد که به تعبیر ژان روندن، برای دوستانی که باش آشنا هستن، فیلسوف کبکی در دانشگاه مونترال، مخاطب متن خود نویسنده متن شد. خیلی تعبیر دقیق است، خیلی جمله مهمی است که ایشون میده. در واقع میگوید که عاشق به در خانه معشوقه رفت، در زد، پرسید کیست؟ گفت منم. گفت برو هر آنگاه که ما شدی برگرد.
هرمنوتیک میگوید هنوز این برای من کافی نیست. هرمنوتیک میگوید عاشق به در خانه معشوقه رفت، در زد، گفت کیست؟ گفت تویی. اون جاییست که هرمنوتیک دنبالشه، زمانی که مخاطب متن خود مؤلف متن میشود. یعنی چنان اندیشه مخاطب با اندیشه مؤلف یکی میشود که گویی این هر دو اندیشه از یک نفر بیشتر صادر نشده، یک اندیشه بیش نبوده. شما توی این قطعه ادبی که عرض کردم صرفا جای عاشق و معشوق رو مؤلف و مخاطب عوض کنید. مکانیزم فهم مکانیزم بسیار پیچیده است که به هزار عامل درونی و بیرونی ارتباط داره، اون چیزی که ما بهش اصطلاحاً کانتکست میگیم. اما چنان که دوست عزیز ما فرمودند و گادامر به درستی دریافت، جهان هزار سوی متن در داخل عالم هزار توی زبان اتفاق میفته. گادامر یک جمله معروفی داره، میگه Being that can be understood is language. شما ترجمه بفرمایید، ترجمه که دوست دارید. آنچه که فهمیده میشود زبان است. همه آنچه که فهمیده میشود زبان است. گویی اگر زبان نباشد فهم هم نیست. این بهایی است که گادامر و ریکورد هر دو به زبان میدن، دخالت میدن زبان رو در نگاه فلسفی شده. بشر با سرعتی غیر قابل محاسبه به طور متصل در حال ادراک معناست. در این ثانیه لحظه آن که من در خدمت شما هستم، ما به هم نگاه میکنیم، اصواتی بین مادر رد و بدل است، فعلا در رد است و رد و بدل میرسه، شما در حال ادراکید، ادراک هزار نکته در کنار هم که بخشی از معنای اونچه که مقصود من است تنها قسمت کوچکی است از اونچه که در ذهن شما در سر شما نیازه هست. تمام این هیاهو در درون شما داره در جهان زبان اتفاق میفته. چنانچه استاد گادامر هایدگر توضیح میده، میگوید این یک چرخه، یک سیرکولار اسمیست که استفاده میکنه، میگیم که یک چرخه ابدیست میان فهم و معنا. فهم ادراک معناست و معنا خودش تنها از طریق فهم به دست میاد. معنا یعنی چه اگر فهمی در کار نباشه؟ میگیم همینجور در حال چرخیدن، در حال حرکت میان فهم و معنا. و ما در این جهان پرهیاهو پدیده ها رو میبینیم، میفهمیم، میشنویم، میپسندیم، قبول میکنیم، رد میکنیم، تصمیم میگیریم. به قدری زبان در فهم نقش کلیدی داره که برخی ادعا کردند که این اندیشه نیست که زبان رو شکل میده، این زبان است که اندیشه رو شکل میده. ما می اندیشیم آنچنان که می اندیشیم به خاطر زبانی که ما آن سخن می گوییم، نه اینطور است که سخن می گوییم به واسطه اندیشه ای که در ماست. حتی منتقدان این نظریه هم پذیرفتند که دست کم اندیشه ما به شدت و به طور مستقیم متأثر از زبانی است که آن سخن می گوییم. دست کم به طور مستقیم و کامل اندیشه ما متأثر از زبان است. این البته با آیات ابتدایی سوره الرحمن هم سازگاره که می‌فرماید بلافاصله پس از خلق بحث علمه البیان رو می‌فرماید. خلق الانسان علمه البیان. گویی پیش از اون که انسان هیچ حرکتی بکنه، از جا برخیزه این آفریده، شروع به ستایش پروردگار کنه یا هر حرکت دیگری، ابتدا علمه البیان. آیاتی هم که تلاوت فرمودند از قرآن آخر بحث باز بهش فرمان گشت، بسیار آیاته مثل همه آیات قرآن زیبایی بود و خیلی قشنگ انتخاب شده بود. بلا فاصله پس از خلق و بحث نطفه، بحث سمع و بصر رو مطرح میکنه که ما در پایان بحث میبینیم چگونه در قاعده های هرمنوتیکی خود قرآن وسایل ویژه در فهم. از معنای فهم و متن که بگذاریم،
بحث بر سر این است که اگر قرآن موضوع کار هرمنوتیک باشد، ما یک سری واقعیت داریم که این واقعیت‌ها برای هرمنوسیست اجتناب ناپذیرند. ناچار باشون باید کنار بیاید، کنار بیاییم، چه بیشتر سعی کنیم قرآن رو بفهمیم، ناچار با این واقعیت‌ها روبرو بشیم و براشون چاره بیندیشیم. واقعیت اول این است که قرآن به زبان عربی ساکنان وادی نجد، خصوصاً قبیله قریش، در دوره مشخصی از تحول زبانی این قوم نازل شده. هیچ مفسری، هیچ متکلمی، هیچ ادبیات عربدانی محققی پیدا نمیشه فکر کنم که بخواد مخالفت کنه و بگه که قرآن، زبان عربی مبین قرآن، ریشه در فرازمان و مثلا فرامکان دارد. شما تفسیرها رو هم که مطالعه بفرمایید میبینید که زمانی که کلمه ای در قرآن نامفهوم است برای اهل فن، برای مفسرین، سعی میکنند اون کلمه رو با کمک خود قرآن و پس از اون با کمک احادیث و شیعه احادیث خودش، سنی احادیث خودش بفهمند و اگر به نتیجه متقن و محکمی نرسند به سراغ شعر جاهلی میرند. یعنی سعی میکنند کلمات قرآن رو در شعر جاهلی پیدا کنند و مفهومش رو دست بیارند. این نشان میدهد که قرآن یک واقعیت هرمنوتیکی، قرآن این است که قرآن به زبان یک مردم مشخصی، یک قوم مشخصی، در یک دوره مشخص زمانی از تحول زبانی خود این قوم نازل شده. این واقعیت اول. واقعیت دوم این است که قرآن به عنوان متن در یک مجموعه از کانتکست های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی، آب و هوایی، غذایی، شما ادامه بدید، هر کانتکستی که میتونید برای زندگی بشر پیدا بکنید رو ادامه بدید، در این کانتکست ها قرآن نازل شده. باز بهترین دلیل برای اثبات این واقعیت که در حال این یک معضلی است برای ما در فهم قرآن و در تکلیفمون رو باهاش روشن کنیم، این است که بدانیم تا چه حد مفسران به شأن نزول و اسباب نزول اهمیت دادن در فهم قرآن. اسباب نزول یکی از بهترین و مؤثرترین احکام ها، ابزار مفسر ها بوده برای اینکه بفهمند آیه مقصود آیه چیست و چه میخواد بگه. قرآن از خرما و انجیر و زیتون که میوه های آشنا برای ساکنان وادی نجد بودند سخن میگه و مثلا فرض بفرمایید از توت یا مثلا موز که در همون زمان برای مردم دیگری در جای دیگری از کره خاک غذا محسوب میشده هیچ نامی به میان نمیاره. حتی از این فراتر میره قرآن و از بین اون چه که مردم عصر خودش میشناختن، اون چه رو که براشون آشناتر یا عزیزتر بوده انتخاب میکنه. فرض بفرمایید عرب جاهلی هندوانه رو، بطیخ رو میشناخته، اما قرآن نامی ازش به میان نمیاره، اما به جاش از خرما نام میبره. عرب جاهلی حیوان شیر رو میشناخته، اما قرآن اسد رو میشناخته، اما قرآن ازش نامی به میان نمیاره و فرض بفرمایید از شتر نام میبره و دعوت میکنه مخاطبش رو به مداقه در آفرینش شطوره. این واقعیت دوم قرآن است که کانتکست های نزول وحی، کانتکست های متن در داخل خود متن دیده میشه و متن به این کانتکست ها وابسته است، دست کم در ظاهر خودش. واقعیت سوم این است که مفاهیم عمیق و فراعلمی قرآن در سطحی نازل شده که از یک سو عرب جاهلی شعرشناس و ادبیات پسند از زیبایی قرآن، از زیبایی ادبی قرآن شگفت زده بشه و از سوی دیگه این عرب جاهلی با معضل فهم علمی و کشف حقیقت علمی که ابزار و ادوات اندازه‌گیری و سنجش و فهمش رو نداره روبرو نشه. در واقع قرآن سعی نمی‌کنه بیاد فرض بفرمایید در مورد اینکه خیلی کار سختی نیست قاعدتاً برای قرآن که بیاد بگه آقا زمین به دور خورشید می‌چرخد، ماه به دور زمین می‌چرخد، برای سادگی نمی‌کنه این کارو. برای این است که اساساً قرآن به دنبال این نیست که نظم علمی زمان خودش رو به هم بریزه. این رابطه میان قرآن و مخاطب قرآن امروز هم میان قرآن و ما ساکنان قرن 21 صادقه.
یعنی اون چیزی که ما امروز کشف کردیم و فکر می‌کنیم خیلی خلاصه شاخ دیو رسیدیم، قرآن در موردش ساکته. 500 سال دیگه هم که نوادگان ما به ما خواهند خندید به خاطر این بلندگو میکروفون و اینترنت و شیوه هایی که امروز ما باهاش زندگی میکردیم، باز همچنان قرآن سکوت خواهد کرد در مورد اون چیزی که از نظر اونها فرض بفرمایید دانش روز محسوب خواهد شد. اما خود این واقعیت سوم ما رو با یک واقعیت چهارمی مواجه میکنه و اون این است که قرآن در بسیاری مواقع به زبان متافور سخن میگوید. در واقع قرآن از تکنیک های الگوری و تکنیک های مختلف استفاده میکنه برای بیان حقیقتی که فراتر از تجربه انسانی است. خیلی هم کار سختی نیست. شما سعی کنید با ادبیات هر پیامبری که دوست دارید برای خودتون با اون یک مشق تمرین در خانه تو یک کاغذ، یک پاراگراف، یک صفحه که نه 100 صفحه مثنوی 70 من با ادبیات هر پیامبری که دوست دارید، نه با ادبیات امروز، با دایره لغات و فهم بشر در زمان هر پیامبری که میپسندید، عیسی سلام الله علیه، موسی سلام الله علیه، نبی رحمت، هر کدام که دوست دارید بگید اینترنت چیست، کامپیوتر چیست، آیفون چیست. حالا من چون مهندس نیستم وارد نیستم، جلوتر نمیرم، مطمئنم کلماتی هست که از این هم پیچیده تر برای توضیح هم هست. محال است که شما بتونید بدون پناه بودن به متافور کلمه ساختید و ما توقع داریم که مثلا بهش برای ما مفهوم باشد، بهش که هنوز تجربه نشده توسط کسی. این واقعیت چهار، شما این چهار واقعیت رو در کنار اسلوب ادبی پیچیده و فنون بلاغی حیرت انگیز قرآن قرار بدید و بعد اون رو در مقابل این قیام، این واقعیت ساده رو در رو کنید که قرار است قرآن راهنمای سعادت بشر در دنیا و در اخرا تا قیام قیامت باشه. ببینید که فهم قرآن و کشف تفسیر سره از تفسیر ناسره چه کاری است کارستان. اما خود قرآن برای تسهیل این امر، این سهل ممتنع، یک راه حل پیشنهاد میکنه و این پیشنهاد رو هم به کرات در متن خودش ذکر میکنه. بعد هم اعلام میکنه که یک ابزاری به بشر داده شده که اون ابزار به بشر کمک میکنه تا از پس فهم پیام پروردگار بر بیاد. اون ابزار که به بشر داده شده عبارت هست از فطرت و اون راه حل ساده‌ای که قرآن پیشنهاد می‌کند عبارت هست از نظر و اندیشه در آیات الهی. شما کلمه آیات، آیه، آیاتونا، آیات ای رو در یه موجم بگردید پیدا کنید، حیرت می‌کنید از مواردی که این کلمه استفاده شده در قرآن. صدها بار استفاده شده. کوه، رودخانه ها، باران، ماه، خورشید، آسمان، اختلاف شب و روز، اختلاف زبان ها و رنگ مردمان، زندگی و مرگ، فرارسیدن بهار، جان دوباره گرفتن درختان، همسران شما و تسکین جان و قلبتان نزد آنها، خوابیدنتان، بیدار شدنتان، بادها، کشتی ها و حرکت کشتی ها و دریا ها، خلاصه میوه ها، چه نام برده شده و چه نام برده نشده. خلاصه به تعبیر آیه ششم سوره شریفه یونس، هر آنچه که در زمین و آسمان ها آفریده شده، همه جهان هستی، همه آیات حقند، همه نشانه هایی هستند که به طور همگرا یک پیامی رو منتقل میکنن، افاده یک معنایی میکنن، دعوت به سوی یک چیزی میکنن. اینها همه آیات پروردگار و نشانه های او هستند و نظر و اندیشه در اونها دیده بینا و گوش شنوا رو به همون راهی میخوانه که آیات قرآن رو دعوت میکنه. این در واقع اون پیامی است که عرض کردم در پایان واقعیت دوم، عرض کردم باز به سراغش برخواهیم گشت. و این یکی از تئوری های هرمنوتیکی قرآن است که قرار نبود در خصوصش اساسا صحبت کنیم، اما اشاره به اون در کنار بحث قرآن و مسئله هرمنوتیک خب با تشکر جوابی نادیدی
دوستان سوالی که دارن جایگاهی در نظر گرفته شده به ترتیب. اگر که فقط من خواهش می‌کنم سوالات در کانسپت بحث باشه و در این موضوع باشه، لطفا سوال خارج از موضوع نپرسید که من مجبور هستم که سوال شما رو بس بدم بکنم. اگر سوالی معارض تمام خدمت سلامی آزار خیلی ممنوع نایبی از صحبتتون. سوالی که من داشتم در مورد خود قرآن، وقتی میخواد حقانیت خودش رو بیان کنه بحثی داریم در قرآن به اسم تحدی، میگه که اگر شما میتونید یک سوره مثل قرآن بیارید، در خودش هم قرآن میگه که اگه هم جمع بشید نمیتونید همچی کاری بکنید. سوال من اینه که از دیدگاه علم شناسی این درخواست چه مقدار منطقیه؟ به عنوان مثال فرض کنید یک متنی و مثلا اونم برای مخاطب عام که قراره قرآن کتاب هدایت باشه برای جامعه بشریت، فرض کنید یک متن به زبان چینی رو بیان بذارن دوره شما این متن 500 صفحه بگن این مثلا کلام خداست، اگر هم میخوای بدونی که این کلام خداست بیو برو اینو بخون، اگه میتونی مثلا یک سوره مثل این بیان. آیا این اصلا انتظار منطقی است از دیدگاه متن‌شناسانه که این کتاب که قرار کتاب هدایت همه ابناء بشر باشه بیاد اینجوری خودش رو بخواد اثبات کنه؟ این قسمت اول سوال من. آیا این درخواست منطقیه از دیدگاه علم متن‌شناسی؟ و قسمت دوم اینه که چه خطکشی وجود داره برای اینکه فرض کنیم یکی اومد یک سوره آورد به زبان مثلا، آیا اولا این باید به زبان خود قرآن باشه، یعنی حتما باید عربی بیاد یکی اینو بیاره، که یکی فرض کنیم مثلا یه نابغه در زبان انگلیسی یا در زبان چینی میتونه مثلا یک سوره بیاره به زبان چینی؟ فرض کنیم حالا یکی اوور، چه خطکشی وجود داره از لحاظ علم متن شناسی که بیان بگیم آیا همپای قرآن هست یا نیست؟ خیلی ممنون. بسیار بسیار سوال مهمی مطرح کردید. سوال اول یکی از اساسی ترین مهمترین دنبال کلمه میگردم قرار تن که بگم پاسخ که از بکنم میبینی چقدر این سوال مهمه. یکی از اساسی ترین وجوهیست که دانش هرمنوتیک از همون روز اول به دنبال یافتن پاسخ براش بوده و تکلیف خودش رو به سختی همین چند سال پیش باهاش روشن کرده، اون هم به مدد یک محققی دانشمندی به نام راسل تی مکاچن که یک تئوری رو عرض کرده راه کرده. ببینید هرمنوتیک جدید، هرمنوتیک پست مدرن، اصلا به دنبال اثبات حقانیت یا عدم اثبات حقانیت نیست، نه به این معنی که حقانیت یا عدم حقانیت برای او مهم نیست، براش اهمیت نداره، بلکه به این معنا که تمام متون مقدس حقند. بهش میگن تئوری هفتم مید اصطلاحا، تئوری که عرض کردم. البته کسی که این رو تعلیق کرد در یک کتابی به نام Manufacturing Religion، کارخانه دین سازی، یعنی در واقع نگاه اون نگاه مؤمنانه نیست و قدیده این به این حرف قشنگی میزنه، میگه خدایی به نام گانش با سر فیل بر بدن انسان وجود دارد، اثبات وجود این خدا در ایمان مؤمنان به این خداست و وظیفه من به عنوان هرمنوتیست، هرمنوتیسیان، هر کدوم از این دور که دوست دارید استفاده کنید، این نیست که بیام اثبات کنم یا بطلانش رو برای کسی ثابت کنم، بلکه وظیفه من این است که بیام ایمپلیکیشن ها و اپلیکیشن های فهم این متن رو، اینکه چگونه این متن به مؤمن متن کمک میکند روابطش رو با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگران و با پروردگارش یا با خدایانش تنظیم کنه بفهمم. در واقع هرمنوتیک از کنار مسئله به زیبایی میگذره، میگه اساسا قطعا آیات قرآن حق است، بی تردید آیات قرآن غیر قابل تقلید و غیر قابل تکرار است توسط بشر، دلیلش هم ایمان مسلمانان به این آیات و وظیفه من این نیست که اصلا بیام تعیین کنم، تصمیم بگیرم یه به فرمایش شما خطکشی پیدا بکنم، یک شورای داوری مثلا تشکیل بدم و بعد این شورای داوری از جمع بزرگی از متخصص‌ها تشکیل شده باشه و آخر به این نتیجه برسه که بله این متن مقدس. من در واقع کانونایز کردن، اون پروسه کانونایزیشن، وظیفه هرمنوتیسیان نیست. نه تنها وظیفه‌اش نیست، بلکه او
به اندازه مؤمن به متن، به متن ایمان میاره برای اینکه بر روی متن کار کنه. چون اگر بخواهد اون چه رو که مؤمن از متن میفهمد بفهمد، باید دست کم موضع مؤمن رو نسبت به متن و رابطه مؤمن رو با متن به اندازه مؤمن بفهمد. اون چیزی که گیرتس به عنوان مشکل اینسایدر ورسس آوتسایدر بهش اشاره میکنه، مشکل خودی و غیر خودی در ادیان، اینکه غیر خودی هرگز قادر نخواهد بود هر چه یک دینی رو مطالعه کنه، چه اتنوگرافی، چه ابزرویشن، چه مطالعه مردم، چه فاندامنتال استادیز، چه مطالعه کتابی و کتابخانه‌ای، میگه این هرگز نخواهد فهمید اون چیزی که مؤمن میفهمه. برای اینکه بفهمه مؤمن چی میگذره در درونش و چه میفهمه، این باید مؤمن باشه، در همون فرهنگ به دنیا آمده باشه و همون زبان مادری سخن بگه، همون گونه که بزرگ شده بزرگ شده باشه. مسئله جدی است. این است که پاسخ سوال اول این است که اساسا هرمنوتیک به دنبال اثبات یا عدم اثبات، دست کم هرمنوتیک پست مدرن. ببینید ولش یک حرفی داره که اون یک از اولین قرآن شناسان یه حرفی داره و اون این است که خیلی هم حرفش عجیب نیست، ما هم حرف از بسیاری از مفسران شنیدیم، اگر اشتباه نکنم ابن سینا هم طرفدار همین حرف است. میگوید که معنای قرآن اون چیزی است که عرب بدوی میفهمد و اگر ما هر زمان بخوایم بفهمیم که قرآن دقیقاً چه معنایی میده، باید بریم و اون چیزی رو که عرب جاهلی میفهمیده از قرآن بفهمیم که چه بوده. خیلی حرف پیچیده نیست، خیلی های دیگه همین حرف رو گفتن، به شدت به این حرف رو اعتراض کردن گرایش های پست مدرن در فهم متن. اون میگوید که مفسران مدرن ولش میده. مفسران مدرن در واقع ما وقتی میخونیم که اونها چی میگن راجع به قرآن، داریم حد اکثر میفهمیم که فهم اونها از قرآن چیه، نه اینکه خود قرآن چیست. ما معنایی رو که اونها میفهمند میفهمیم، نه خود قرآن رو. مارتین یکی دو دهه پس از او به شدت به او میتازه، مفصل نقدش میکنه و خیلی محکم نشون میده و ثابت میکنه که اینطور نیست که تو میگی. اساسا نه قرآن، هر متن دیگری با هر بار تفسیر، با هر بار فهم، یک بار میان خودش و اون کسی که داره میفهمدش به دنیا میاد و هر بار این تولد تولدی درسته، تولد تولدی کامله، ارزشمند، محکمه، قابل اعتناست، قابل تحقیق و مطالعه است. سوال دوم شما، چه کسی میتواند قضاوت بکنه؟ ببینید عرب جاهلی یعنی اینکه قرآن دعوت میکند سوره ای مثل من بیارید یا آیه ای مثل من بیارید، چون دو سه بار این دعوت رو تکرار میکنند و میفرمد ده آیه بعد هی کمش میکنند. این نیست که بله نمونه بسیار واضحه شما داریم، فرض بفرمایید در حتی به عنوان دین آخرین دینی که در ادیان مدیترانه در همین دانشگاه اینجا داره تدریس میشه، آیین بهائی، کسی پیدا شد اعلام کرد آقا آیه وحی است، عربی هم هست و حالا چه کسی میتواند ثابت بکنه که این ارزش آیه قرآن رو دارد یا ندارد؟ قطعا برای مخالفان با آیین بهائی 100% ارزش آیه قرآن به گرد یک حرف از حروف آیه قرآن نمیرسد، قطعا برای مؤمنان با این بهای ارزش آیه قرآن دارد. اون از نظر من از اینجا به بعد من دارم شخصی عرض میکنم، اصلا اشاره قرآن فقط در این مهاجری که میکنند به زیبایی متن نیست، فقط به اصول ادبی نیست. میگه چه کسی میتواند متنی نازل کند، سخنی بگوید که با فطرت شما آن کند که من میکنم. ابزار و قاضی که شما فرمودید خطکش کجاست؟ فطرت من و شماست. باز خود قرآن و احادیث میفرمایند که اگر میخواهید که این خطکش تیز شود، این خنجر آبدار شود، سره شود، باید مراقب خودتون، رفتارتون، اخلاقتون، دروغ، راست، کار خطا بزش، کار صحیح باشید. هرچه شما درست رفتارتر، درست کردارتر، درست پندارتر باشید، این خطکش تیز و تیزتر میشه به حدی که شما میتوانید حقانیت آیات قرآن را از هر چیز دیگری تشخیص بدهید. اما با همون خطکش شما میتوانید از درخت، کوه، ماه، همسر خودتون، از خواب و بیداریتون، از فصل بهار، از میوه ها، همون چیزی رو در بیابیتون، حقیقت رو در بیابید که دارید در قرآن میبینید و به واسطش متوجه میشید که این از جانب من نازل شده. اگر که کسی نباشه
اگه اجازه بدید نفر جدید بفرمایید شما. پس خانم نه ببخشید گفته بودن که جوان ها سوال کنن، ما رو دیدیم که کسی نگفت که میخواد سوال کنن، گفتیم ما خودم رو جا بزنیم جا جوان ها. از من اینه که وقتی که ما از متن صحبت میکنیم، متنایی که به حال به نظر میرسه خب درسته که در مورد کتاب های مقدس هم صحبت شده، اما اگر متن رو نویسنده متن یا مؤلف متن رو بهتری بگیم، بگیم که خب این متن رو آفریننده این متن خداوند بوده، یا لااقل بیایم یه خط پایین‌تر بگیم که این آفریننده این متن حادث بوده دیگه، و از اونایی که قدیم قبول ندارن و مثلا میگن خلق شده، و بعد تازه باید بگیم که پیغمبر خودش نقش داشته در خلق این متن، تا بتوانیم به نظر من که استفاده بکنیم از هرمنوتیک برای فهمش. چون به قول اگه بریم بگیم مثل اونطور که گادامر میگه، ما خودمون رو جای مؤلف متن بذاریم تا بتونیم بفهمیم، حداقلش باید مثل پیغمبر بشیم تا بفهمیم قرآن چی بود. مگر اینکه فقط به نظر میرسه که شاید فقط بتونیم بفهمیم که مفسرها چی گفتن، چون بتونیم خودمون رو در فضای تاریخی و زندگی اونها و بازسازی کردن اون فضا بذاریم تا بتونیم بفهمیم فلان مفسر و اونم نه همه مفسرها چی فهمیدن از این متن. من مشکلم اینه که چجوری میشه از این علم، از این حالا چه به صورت شیوه فهم یا به اصطلاح روشی برای فهم، حالا دو تاست به نظر من، دو تا میفهمم از هرمنوتیک. یکی اینکه فهم انسانی که میخواد اون متن رو فهم کنه رو در نظر بگیریم، که این خودش جداست از اینکه اون گوینده یا مؤلف متن چی گفته اونو چجوری دریابیم، دو تا چیز مختلفه که حالا زبانم فرمودین شما بینش هست. به نظرم مشکل ما اینجا در قرآن اینه که ما نمیدونیم چجوری میتونیم خودمون رو جای مؤلف متن بذاریم. اگر که متن رو خدایی بدونیم، حادث ندونیم، پیغمبر رو درش دخیل ندونیم، اون وقت چجوری میتونیم از هرمنوتیک برای فهمش استفاده کنیم؟ در واقع من سوال شما رو به دو سوال مختلف تقسیم میکنم. یکی بحث این که نقش پیامبر در خلق متن چیست، یکی که بالاخره ما تا کجا میتوانیم به فهم متن نزدیک شویم. در دانش ارتباطات یک فرمولی است که در همون سال اول دانشجو آموزش میدن و اصطلاحا خیلی فرمول ساده‌ای هم هست، میگن ام پریم بر ام مساوی کوچکتر است از یک. ام پریم ذهن مخاطب و ام ذهن مؤلف است. در واقع ذهن مؤلف و ذهن مخاطب بر ذهن مؤلف برایندش همواره کوچکتر از یک است یا مساوی است. همون سال اول و در همون جلسه هم میگم به دانشجو که بدونید که هرگز یک نمیشود. این مساوی هر ما نوشتیم در فرمول، ولی بدونید که چنین اتفاقی نمیافتد. همواره ذهن مخاطب بر ذهن مؤلف برایندش کمتر است از عدد یک. فرمول ساده است در ارتباط. چیز عجیبی نیست. ما تردید نداریم که در همون زمان که پیامبر این متن رو برای عرب جاهلی میخوندند، اونچه که امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمیدند از متن و اونچه که هر اسم دیگری که بگذارید بگذارید میفهمید از متن یکی نبوده. ما هم مستثنا نیستیم از این قاعده. متن هم نمیگوید که من یک تفسیر واحدی دارم و اون تفسیر واحد رو عرضه میکنم و هر کس که شنید فهمید. میگوید من یک حقیقت واحدی رو عرضه میکنم، هر کس به فراخور ظرفیت وجودی خودش از این اوقیانوس خواهد چشید. اما
در واقع یه تعبیری است که از زیر کار میبرد، میگفت همگی در یک، همگی توی صف فهمی، یکی اول صف ایستاده، یکی آخر صف ایستاده، مهم این است که توی صف باشه، آدم بیرون نره، نفهم نباشه. اگر نمیتواند نفر اول صف باشه، دست کم در صف باشه. این یه واقعیتی است که ما نه در مورد قرآن، با تمامی متون دیگه سر و کار داریم. شعر حافظ، شما شعر حافظ رو میخوانید، من دیدم شما هم دیدید، آدمی است که به وجد میاد، آدمی است که میگیره، آدمی است که تفاوت میمونه. خود قرآن میفرماید که وقتی آیات من رو میخونن، بعضی از اینها غرورشون به وجد میاد، دیدشون پرعشق میشه از شنیدن آیات. خب این فهم اینها، ببینید فهم به معنی رابطه‌ای که داره مخاطب با متن برقرار میکنه، یعنی چیزی که از ادراک معنا فراتره. خب مشخصه که مساوی نیست با اون کسی که اون گوشه مجلس نشسته و سکوت میکنه، با اونی که به تعبیر قرآن میگه تکذیب میکنه، دشمنی میکنه، نمیپذیره. بهشون دیده هایی دادیم که باهاش نمیبینن، گوش هایی دادیم که باهاش نمیشنون، و اگر اشتباه نکنم تصحیح بفرمایید، قلب هایی دادیم که باهاش نمیاندیشند، نه اندیشه های ذهن های قلب ها. این واقعیتی است. ما هرگز، من یک تعبیری دارم و بعضی از عزیزان مطرح کردم، سرکار خود پروین تشریف دارم توی جلسه با هم بر سرش بحث هم کردیم، گفتم آقا خیلی بحث همنشینی علیان مطرح میشه، ما شیعه دیدی دیگه با علی همنشین باشی، با زهرا زهرای اطهر همیشه، گفتم من هیچ امیدی به همنشینی خودم و امثال خودم نزدیک چه ارز کنم، اون دور دور هم نمیبینم. یک جهان بشریت است از آدم تا خاتم، و یه تعداد معینی ستاره که همه محو تماشای ماه جمال اینها. تا اینجوری نیست که این جهان بشریت هر چی آدم درست بود میگم بفرمایید شما چقدر هم نشین، مگر میتونه هم نشینی بکنه؟ برای اون کسی به این هم نشینی نائل میاد که به فهم مشترک با اینها رسیده باشه، که امپریمش بر ام اینها به عدد یک نزدیک شده باشه. این واقعیت است. هیچ جوابی من برای این سوال دوم بخش دوم سوال شما ندارم، هیچ کس نداره، نه در مورد قرآن، در مورد هیچ متنی. خود بو علی سینا میگوید که من 40 بار دیگه جمهور افلاطون رو خوندم، و حالا یه بار 40 فهمیدم، یه بار 41 آی دکتر طباطبایی خیلی زیبا میفهمند که ظاهرا حتی بار 40 و 41 هم نفهمید. این هم دلایلش. این در مورد جمهور افلاطون هم سال با یه شخصیتی در حد نسیم چه برسد به بنده برده فهمید با یک بخش اول، نقش پیامبر در خلق متن چیست؟ بسیار سوال، ترجمه نخواهم نکنم ولی به فارسی نمیدونم چه باید بگم، اینجا اصطلاحا بهش میگن سوال داغی است، بسیار سوال سوزنده است. این روزها خیلی هم دعوا بر سرش زیاده. استاد بزرگ ها جناب دکتر سروش هم یک آبی ریختن در لانه اهل فن و طرح دعوا کردن، خیلی دو طرف خلاصه جر و بحث کردن با هم. ببینید من قبلا عرض کردم توی سخنرانی دیگری در تورنتو، اون هم ضبط شده ظاهرا توی اینترنت هم رفته، ولی هرگز هیچ فیدبکی از جایی نشنیدم که کسی حتی یک علامت سوال بفرسته. این بحث تجربه نبوی بحثی است که ویلسون چندین دهه پیش در کتاب انبیاء بنی اسرائیل مطرحش میکنه. میگه تجربه نبوی تجربه فرازبانی است، یه سری دلایل حتی فیزیکی بدنی هم براش ذکر میکنه، سرش بسیار بحث شده. شاهد مثال هاش رو هم از عهد عتیق میاره، اونجایی که فرض بفرمایید پیامبر در عهد عتیق میفرماید، یکی از پیامبران بنی اسرائیل میفرماید فرشته وحی یا پروردگار هر کس کلام خدا رو در دهان من نهاد و من کلام خدا رو جویدم و کلام خدا شیرین بود. اون میگه این چه تجربه ایست که آدم کلام رو بجوه نه بشنوه و شیرین باشه. شما همین رو در قرآن دارید، میگه که من قرآن رو به قلب مبارک تو و قلب تو نازل کردم. غیر از این است؟ این دقیقا نزول به قلب یعنی چه؟ یعنی از راه گوش، یعنی از راه سمع، یا از راه یک تجربه فرابشری که حتی اگر پیامبر برای ما بخواهد توضیح هم بده ما نخواهیم فهمید، چون کلمه در ما زمانی وجود دارد، اتفاق دارد، اتفاق میافتد که ما بتوانیم اون کلمه رو برای یک تجربه استفاده کنیم. ببینید من میگم رفتن، شنیدن، خوردن، دیدن، نوشتن، خندیدن، گریستن، سینه زدن، شما همه کلمات رو فهمیدید، ولی به شما اطمینان میدم اگر 200 سال پیش به زبان انگلیسی، 100 سال پیش، نه 50 سال پیش کسی میگفت تو چت، نمیدونم به فارسی بهش چه میگن، کلمه ترجمه شده گفت چت،
نخواهد چطی گفته بود نیست تو چط هیچ کس نمیفهمید کلاورداش در واقع کلاورداش به فرانسه کسی نمیفهمید یعنی چه برای که مقدماتی داشت تا تجربه نمیشد معلوم نبود که چیست حالا شما ببینید پیامبر میخواد بیاد از یه تجربه ای از یک عالمی با ما سخن بگه که فرای تجربه بشری است و ما براش کلمه نداریم نقش پیامبر در خلق متن چیست از نظر من پیامبر تجربه نبوی رو به کلام تبدیل و کلام رو در اختیار ما قرار میده از نظر من این نظر شخصی است باز اون چه که میان پروردگار و پیامبر میان جبرئیل و پیامبر میگذرد چه از جنس کلام باشد چه از هر جنس دیگری فراتر از این است که من بفهمم چون در حد تجربه من نیست یک دلیل بسیار ساده‌ای هم دارد و اون رو هم باز وینسون در کتابش ذکر میکند اصطلاحا بهش میگن به فارسی چه کلمه‌ای بعد استفاده کرد چه ترجمه استفاده کرد ولی و انیکاد بهش اشاره دقیق و مستقیم دارد یک اینها یک حرکات بدنی اکستاتیکی دارند نوعی رعشه و تکان تکان خوردن و لرزیدن و عرق کردن و کبود شدن و مثل آدم های مسروع انبیاء بنی اسرائیل اینها وقتی وحی بهشون نازل می شده این تجربه وحیانی به یه گونه بودی که اینها سیاه می شدن رگهاشون بیرون می زده عرق می کردن خودشون رو زمین می زدن فشرده می شدن از حال و هوش می رفتن بعد که نفسشون برمی گشته می گفتن که چه آیه نازل شد چه سخنی گفته شد چه شنیدم چه لقمه ای در دهانم گذاشته شد چه جویدم یک شور موقع چون پیامبرای کاذب زیاد پیدا شده بودن یک شورای تشکیل دادن اینها که این شورا چندین صد سال چند هزاره کارش این بود که تشکیل میشد اون آدم رو مراقبت میکردن متوجهش بودن به محض اینکه این حالتها در این آدم رخ میداد شروع میکردن به دقت مشاهده میکردن حرکات بدنی و اون وضعیتی که برای این پیش آمده بود این نبی و میدیدن که آیا میخونه میخوره با آثار وحی یا نمیخونه باید ولی که اینا نمیدونستن چیست وحی دقیقا تجربه نبوی چه تجربه است اما میدونستن آثارش چیست در بدن بشر بعد که به حال میامد این آدم ازش میپرسیدن چه شنیدید متن رو در اختیارشون میگذاشت وقتی میگفت چه شنیدم اینا میسنجیدندش با بقیه متون انبیا با وحی پیشین اگر با اونها میخورد و حالات بدنی هم درست بود میگفتند نبیست اگر نمیخورد ولو حالات بدنی نبی بود میگفتن مجنون است دو تا مسروع و با امروز میباید بگیم مجنون مسروع دیگه کسی که جن در واقع خب قرآن میگه و این یکاد و لدین کفر و لیزلقونه که به ابصارهم لما سمع و ذکر این همون زمین زدن همون چیزی که ما در روایات ابن هشام رو شما بخونید سیره پیامبر رو بخونید پیامبر صورت مبارکشون در هم میاد کبود میشدن، عرق میکردن، فشرده میشدن، اگر بر شتر نشسته بودن، شتر میخوابیده بر زمین از شدت فشار، گار کوه رو بر شانه های مبارکشون قرار دادن، بعد که به حال میامدن میگفتن این آیه است که به من نازل شد. ولو و این یکال و لدین کفر و لیزدقون که به افسار املا ماسم آدر و یقولون اینه لمجنون برای اینکه بگن که زمینت بزنن با چشمهاشون ولی آیه‌ای که نازل نشده سر حال میشه اما نشانه های وحی ظاهر شده میگن وحی چیست پاسخی نداری بدی میگن آقا این پس مسروع است مجنون است نبی قصد اهانت ندارن بنی اسرائیل اینجا قصد تکذیب نبوت دارن فحش نیست اینجا مجنون در این آیه پروردگار هم نمیفهمه و ما هو به مجنون میگه و ما هو الا ذکر للعالمین خود وحی است این چیزی که شما سعی میکنید تکذیبش کنید با وحی در نهید ولو که حالات بدنی رو بتونید درش ایجاد بکنید خب حالا نقش پیامبر رو شما تصمیم بگیرید چیست جناب آقای دکتر سروش فرمودن نظرشون چیست طرف مقابل هم سند آوردن آقا اونجا که گفت طرز فهمید قول حتی من دیدم جناب آقای عبدالعلی بازرگان اونجا که آوردن که آقا پس مواردی که در قرآن قول هست رو چگونه بفهمیم هر کدوم جناب سلطانی اساتید مختلف هر کدوم حفظ همون به یه شیوه جواب دادن شما بسنجید ببینید اما اون چی که من عرض میکنم این است که این تجربه فرابشری است حتی اگر هم ما سعی کنیم بفهمیم نقش پیامبر چیست نخواهیم فهمید چون فقط زمانی نقش کسی رو در امری خواهیم فهمید که اول اون امر رو تجربه کرده باشیم میگوییم این قضا رو که پخته در این منزل شما میگید دخترم، پسرم، خواهرم به من کمک کرده در
پوست کندن سیب زمینی و در سرخ کردن فرض بفرمایید گوشت. ما میدانیم پوست کندن یعنی چه، سیب زمینی یعنی چه، سرخ کردن، اینا همه معطوف به دانسته هایی است که ما تجربهش کردیم. حالا بگیم که نقش پیامبر در خلق متن و در نزول آیات قرآن چیست؟ داریم از یک جهانی سخن میگیم که اصلا فرای تجربه ماست. چگونه من بگم نقشش چیست وقتی که اصلا نمیدانم که این چیست چیست؟ وقتی قرآن از بهشت میخواد سخن بگه چه میگه؟ شما یکی از نشانه های بهشت رو بفرمایید که در قرآن آمده ولی ما در زمین نداریمش، به جز آدم بهشت. البته درخت است و میوه است و نسیم است و بوی است و غلبان است و زن زیبا مرد زیبا آب شیر عسل است و بفرمایید سایه است و نه هوای گرما نه هوای سرد است و یکی از نشانه های جهنم رو بفرمایید که ما در زمین داریم. اون کجاست؟ درخت زرقون کجاست؟ با هم بریم از میوهش بچشیم. چشمه حمیم کجاست؟ بریم باش بریم ازش با هم بچشیم. سلاسل اغلال و سلاسل از آتش کجا؟ زنجیر آتش به من نشان بدید. حداقل آتش که میدونید چی، سعی کنید زنجیر با آتش بسازید که دست و پای کسی بزنید ببینم میتونید نداریم. ببین از یک جهانی سخن، یکی رو با یک جهانی وصف میکنه که همه مفهوم ماست و ما میدانیم که بسیار. امروز ما از خود میپرسیم خب سرعت اینترنت در بهش چقدر است؟ من جدا علاقه من در آیه که خوندم کأس، من یادم متوجه کلمه کأس شدم. من کسیم کار مزاجه ها کافور یا زنجبیل کس. حالا من اگر به جای کاسه کس بخوام از با نی مثلا بنوشم در بهش میشم؟ اگر اینا نی داریم یا نه، چرا قرآن میگوید کس؟ هزار وسیله دیگر میتونست بگیم. این رو شما باید در فرهنگ و کانتکست های عرب جاهلی که عرض کردم. در جهنم با چیزهایی سخن میگه که فرات دقیقه دقیقا از تکنیک های استفاده میکنه. اصطلاحا در سینما اونهایی که اهل فن میگن بهش میگن تکنیک های اوورشوده، یعنی بیننده رو با چیزی به ترسونیم که نمیبینیمش. به جایی که دیو رو نشون بده، صورت آدمی که دیو رو دیده و وحشت کرده نشون میده. بلکه دیو رو دو دفعه که نشون بده عادی میشه. اگر یا از جهنم یه مشخصه به من و شما میداد، یک کمی هم یک رگه مازوخیسم در مخاطب بود، بالاخره چهار بار پنج بار امتحان میکرد چه مثلا که بعدش هم نمیامد آخر. اما چیزهایی رو عرضه میکنه، صحبت میکنه که اصلا غیر قابل تجربه است. برای که شما هرچه تکنولوژی خلق کنید برای مبارزه با زبون، برای آفتکشی و شیرین کردن درخت زبون، درختی نیست که شما بتونید برید جلوش بیسید و بالاخره تکلیفتون رو با جهنم روشن کنید. این زبان متافوریک برخواسته از طبیعت یک جهانی است که در دسترس ما نیست، فراتر از تجربه ماست. و این جهان که فراتر از تجربه ماست، نقش پیامبر در بیان و توضیحش چیست؟ تصمیم با شما نقشش چیست؟ من فکر میکنم پروردگار است و پیامبر امیرالمومنین عرض کردم همین سه تا کافی بود. چهارمی احتیاج نداشت. ولو که هیچ کدوم به احتیاج نداشتن، نه ذات مبارک پیامبر نه حضرت علیه السلام. ولی قطعا اینگونه نیست که مثل یک ضبط صوت عمل کرده باشه. شک این وهن پیامبر است که ما بگیم نبی اکرم جبرئیل گفت کلمه به کلمه شنید، خب همون کلمه رو تحقیق داد. تنها نکته این بود که چون هر کسی تحمل ملاقات با جبرئیل رو ندارد، پیامبر ظرفیت وجودی بزرگتری داشت و وحی رو از جبرئیل دریافت کرد و به ما بخشیدش. اگه اجازه بدیم به چند خوش بود دوستانی چند نفر اگر یه تموم شد برد برمیگردیم. آخه دوستانم بودن اونجا که بخواستن، حالا اجازه بدیم بخوام من یه نکته. بعضی سوالات چون وسط میمونه ممکنه برای خیلی ها شبهه بشه، اگر وقت باشه که همون نفر یه سوال دیگه اجازه بدید ادامه بده بحث روشن تر بشه. حالا هر جوری سلام خب پس به عنوان آخرین توضیح بفرمایید. من عرضم این نبود که بحث روشن تر نقش هرمنیوتیک رو در فهم قرآن میخواستم بپرسم. اگر ما معتقد نباشیم که مؤلف قرآن پیغمبر است یا حداقل نقشی در اون دارد، چطور میتونیم از علم هرمنیوتیک برای فهم قرآن استفاده کنیم؟
چون هرمنوتیک به شما میگه که شما خودتون رو جای پیغمبر بذارید. الان شما دقیقا توضیح دادید که اصلا امکانش نداره که ما خودمون جای پیغمبر بذاریم و اونو بفهمیم. حتی اکثرش میتونیم بفهمیم فلان مفسر چی گفت. من الان متوجه ببینید جناب یلغار درست فرمودن توی توضیحشون راجع به هرمنوتیک. به هر حال دانش هرمنوتیک اگر نه در جهان غرب به دنیا آمده باشه، در جهان غرب آنکاتر شده مثل بسیاری از دانش‌های دیگه، و هنگام آنکاترومان این دانش این پذیرفته شده که متن یک محصول فرهنگی زمان بنده. یعنی برای این عرض کردم که چندین دهه طول کشید تا بالاخره یک روزی هرمنوتیک بگه اصلا من کاری به تقدس یا عدم تقدس، حقانیت یا عدم حقانیت متن ندارم. برای دهه‌های متمادی هرمنوتیک اصل رو بر این قرار داد که بعد متن زمینی است، متن محصول فردی است به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. من هم سعی می‌کنم بفهمم که این فرد که مؤلف متن است چه گفت. این درست. حالا من به عنوان مسلمان و شیعه میتونم عقیده خودم رو داشته باشم. خوشبختانه گرایش پست مدرن هم یک کمک کوچکی کرده، نگفته حق از الزامن، گفته اصلا به توی هرمنوتیسیان هرمنوتیسیست مربوط نیست حقانیت یا عدم حقانیتش، و راحت رو برو و سعی کن به فهم متن برسید. بله اگر بخوایم بپذیریم که متن از جانب پروردگار آمده و مؤلف اصلی پروردگاره، در اون صورت اصلا دانش هرمنوتیک از همون ابتدا یه مشکل جدی پیدا میکنه. برای که دانش هرمنوتیک میخواد بگید که آقا این محصول فرهنگی است، ببینید سه تا وضعیت با در مورد متن داریم. ما یک اصطلاحی داریم، باز من چون عذرخواهی کردم دیگه رها کردم، خودم اجازه میدم حتی دلم بخواد کلمه فرهنگی رو بزنم. میگیم higher criticism و lower criticism. یکی میگه که شما هر چه میتونید برید درون متن و معنا رو از متن کشف کنید. یکی میگه که یعنی حرکت درونی است، از بیرون متن به سمت درون. این lower criticism هست. higher criticism میگه از متن برید به بیرون از متن، جهان پیرامون متن رو بررسی کنید و متن رو در رابطه با جهان پیرامونش بفهمید. حالا میگه که بالاخره در این چرخه مؤلف متن مخاطب، یا باید متن رو در ارتباط با مؤلف فهمید، یا متن در ارتباط با مخاطب فهمید، یا در یک تکنیکی فرض بفرمایید مثل کلوز ریدینگ، میگه اصلا مخاطب رو فراموش کن، مؤلف رو هم فهم. من با دانشجویان خودم این کار رو میکنم برای پیپر آخر سالشون، مقاله آخر سالشون، بهشون یه متنی از باران رو به زبان فرانسه میدم، یه چهار تا آیه از باران رو میگم، این اساساً به زبان فرانسه نازل شده نه به زبان عربی، و همین اینی هم نازل شده که من به شما دادم، و شما هم نمیدونید که تو کدوم مملکت نازل شده، نمیدونید که چه کسی این رو گفته، شما اصلا هیچ اطلاعی ندارید نسبت به اینکه این متن برای چه کسی در چه زمانی توسط چه کسی نوشته شد، سروده شد. تکلیفتون رو با این کلمات مشخص کنید. ببینید دریدا همین کار رو با کلمه بله در اولیس میکنه. 80 صفحه راجع به فقط کلمه بله می‌نویسه. یک کلمه بله با تکنیک کلوز ریدینگ، یعنی جهان پیرامون رو فراموش میکنه، هیچ کاری نداره که کی گفت، برای کی گفت، در چه زمانی که در چه شرایطی گفت. یه خود این کلمات من میخوام بفهمم به عنوان موجود مستدل چه میکنن با هم دیگه، چه میگن، ارتباطشون با هم چیز کی عرضه میکنن، حرف حسابشون چیست. منتها اون چیزی که شما گفتید صحیح هست، یعنی به هر حال هرمنوتیک نه این نگاه رو به قرآن بکنه، این نگاه رو به هر متن مقدس میکنه. میگه آقا چند وقت پیش یک کسی از این دوستان ما همکارانه که ما اینجا در یک برنامه تلویزیونی آمد راجع به دینی یه منسکی اظهار نظر کنه، گفت بله میدونم که به نظر خنده‌دار است ولی، بعد ادامه داد جمله رو، کلی پشت سرش اعتراض و بحث و دعوا شنید که به چه حرفی شما گفتید منسک است. هیچ چیزی در این عالم خنده‌دار و منسک نیست، ولی چون کسی که داره انجامش میده داره با ایمان انجامش میده. ولی اون چیزی که شما مطرح کردید در واقع سوال نیست. شما یکی از مشکلات مؤمن ماندن و هرمنوسیست شدن رو مطرح کردید که بالاخره یه جایی من اولین باری که در اولین کورسی که در دانشگاه ویلفلوریه در رشته دین و فرهنگ گذروندم، یک درسی بود در شاخه مطالعات مدرن دین نه الهیات، به نام عیسای عهد جدید، و یه استاد بزرگوار من آقای پروفسور دژاردن آمد اولین جلسه روی میز نشست، میز وسط کلاس، یک جوک بسیار مستهجن بسیار غیر قابل قبول در مورد عیسی مسیح سلام الله علیه تعریف کرد. ببینید من تازه رسیده بودم از این طلبه امام صادق، قلب من 200 تا میکوبید و
و نمیدونستم من بعد روم کشم برم مثلا ترک تحصیل رها کنم این چیزی رو که فکر کرده بودم ارزش داره به خاطرش اومدم فکر کنم بمونم. او قصد داشت از این کارش، تأمل داشت، استاد بسیار بسیار بزرگی است و من بسیار ازش آموختم. اینکه بالاخره و توی اولین یادم مقاله هم میگفت هر جا که در مقابل اسم عیسی نوشتی پیس بیا بگیم باید اینا رو خط بزنی، هر موقعی حتی کرایست اجازه نداری بگی، برای که به مسیح که میگی مسیح موضع مؤمنانه به خودت گرفتی، کی گفته مسیح؟ ما اصلا نمیدانیم وجود داشته یا نداشته. بالاخره این واقعیتیست که هست. بله، کسی که میخواد با ابزار هرمنوتیک با مقدمات هرمنوتیک کار بکنه یه سری از قواعد هرمنوتیک رو باید بپذیره، ایمانش رو هم بر خودش نگه داره، بعد ببینه با این متر و خطکش وقتی ماده کارش رو موضوع کارش رو اندازه بگیره به چه نتایج، به نتایج بسیار زیبا میرسه. در مورد قرآن که الان شد توی سوالات دیگه تعداد از این نتایج رو عرض میکنه. کمی بیش از 30 دقیقه فرصت داریم، اگر یه لطف فرمایید مختصر باش. سوالی اگر آقای خب پس میخوام بفهمشون. خیلی ممنون. سلام علیکم. روزتون بخیر. خدمت عرض کنم چند تا مسئله رو میخوام همزمان مطرح کنم. خیلی کوتاه خواهد بود. و بعد میشه مفصل‌تر صحبت کرد و پرسش هم رو بپرسم. آخر سر. یکی این که سلسله مراتب فهمی که خانم دکتر اشاره کردن، سلسله مراتبی وجود داره برای فهم. حتی در گفته این که قرآن نازل شده، یعنی به سطحی آورده شده که بشر بفهمه، پس بنابراین سلسله مراتبی وجود داره. مسئله بعد توی بحث امونتی، مسئله چند پهلو بودن، پولیسمی، مونیسمی، نبود مونیسمی در واژگان و این که یک واژه در کانتکست های مختلف میتونه دارای معنی های مختلف باشه و مسئله رو بر تکثر فهممون باز میکنه. غیر از این که اگر ما واژه ها رو خارج از متن در نظر بگیریم و یا در داخل متن در نظر بگیریم، همیشه این خطر وجود داره. اون مسئله که اول فرمودین در یکی از تعریف های متن، همیشه این خطر وجود داره که ما با متن سر کار داشته باشیم که بی‌معنی باشه و همچنان متن باقی بمونه. من میتونم بگم که امروز بعد از ظهر در خیابان یک مثلث چهارگوش دیدم، کاملا قابل فهمه، فقط ما به اعضای خارجی نداره. پس بنابراین بی‌معنی بودن متن از متن بودن چیزی نمی‌کنه. این یک سر قضیه. این که متن متن باقی مونه اینه که واژگان مستقل از متن میتونن انترانسک ما در درون خودشون، در درون فرهنگشون، در درون کسی که ادا میکنه دارای معانی باشن یا سلسله مراتب معنی باشن. اگر ما سلسله مراتب فهم داریم و سلسله مراتب معانی داریم، نقشی که توضیحشون هم شما بشنوم، اراده مفسر، چه اراده آگاهانه چه ناخودآگاه، در ورود به متن، یعنی بالاخره وقتی که ما واژه اناد داریم توی قرآن در متون دینی، اراده ای که میخواد آن را نفهم، توجه میکنی؟ این اراده مفسر اینجا در این هرمنوتیکی که شما مطرح میکنی، در این چند تا هرمنوتیکی که مطرح کردیم کجا قرار داری به نظر شما؟ با ضمن این که این مشکل همچنان باقی است که البته فرمودیم که بالاخره اراده مفسر، اراده محیط به کل تفسیر یا محاط توی یک شرایط تاریخی خاصی. ممنون. بسیار بسیار سوال قشنگی است. بله، من تایید میکنم همین فرمایش و حتی یک مثال قرآنی میزنم برای متنی که شما اشاره فرمودید که میتواند یا معنایی رو افاده میکند یا معنایی که افاده میکند در درون خودش تضاد و تناقض داشته باشد یا فراتر از فهم ما باشد. نمونه بسیار واضحش فرق مثلا الف لام میم. ما در این که این بی سبب کنار هم ننشسته تردید نداریم، برای که همون کسی که این همه زیبا بیان کرده، این همه حیرت زده کرده عرب جاهلی رو، قطعا میتوانسته از ترکیب الف لامین و ترکیب های دیگری که داره این گروه مقطعه شکل های دیگری بسازه و باش حرف هایی بزنه که در اونها به همون اندازه بقیه آیات زیبا و شگفت رو باشه، ولی متن هست. من اضافه میکنم با چه که شما فهمیدید، این که گاه ما نمیفهمیم و نفهمیدن ما از متن بودن متن چیزی کم نخواهد.
اما اینکه اراده مفسر چه آگاهانه و چه ناآگاهانه چیست؟ ببینید نیچه یه جمله معروفی داره، میگه که هر تفسیری راهی است برای دیدن جهان و حتما باید راهی دیگری هم وجود داشته باشد. تفسیر واحد نداریم از هیچ چیزی، از هیچ متنی. هر تفسیری در واقع پنجره ایست که گشوده میشه روی یک منظره ای که سعی میکنه که توضیح بده متنی رو که پنجره به خاطرش اون جهان باز شده. این چهارچوبش، لولاش، جنس شیشش، قطرش، همه اینها تأثیر گذاره در تصویری که اداره میشه. شما ابن کثیر رو با طبری مقایسه کنید، یک مقایسه خیلی خیلی ساده. طبری یک مفسری است که در تمام عمرش هیچ سمتی رو نپذیرفت از هیچ سلطانی، از هیچ خلیفه‌ای، به هیچ کشوری سفر نکرد برای دید و بازدیدهای رسمی. یک ملک پدری داشت، یک باقی باغچه‌ای داشت که از طریقش امرار معاش میکرد و اون حق شهری اندکی که از دانش آموزانش، دانشجویانش، طلبه‌هاش میگرفت، زندگی بسیار ساده. شما لحن طبری رو ببینید، پیچیده، زیبا، ادبی، مغلق، طولانی، اسنادها کامل و به کرات شما تواضع رو در لحن طبری میبینید. پروردگار و رسولش معلمه اونچه که اینها میخواد بگه. به سختی ترجیح میده، به سختی اظهار نظر میکنه. شما سخت از طبری میشنوید که بگوید معنی این است و جز این نیست. ابن کثیر رو قرار برای این بوده که ابن کثیر تفسیرش خلاصه تفسیر طبری باشد. ابن کثیر کسی است که داماد اون آقای صاحب امام مسجد دمشق است، اولین رئیس اولین کمیته هرسیولوژی، اولین کمیته کفرشناسی است، دائما در مجالس سلاطین مملوک و خلیفه ها در رفت آمده، تا مصر سفر میکنه به خاطر یک نهار خوردن، شام خوردن با خلیفه. شما متن ابن کثیر رو میخونید ببینید اصلا قدرت و تبختر و اون authoritative tone ازش داره میباره، شما رو پریچتون میکنه. و من ناچارم بگم، ضبط هم میشه، حالا با همین احترامی که براشون قائلم، در یکی دو مورد خلاف میگه، بختان میزنه به طبری. اونجا که طبری میگوید که وحی در آیه و به مادر موسی وحی نازل کردی، میگوید که احتمال دارد که وحی به زمان هم نازل شود، بعید نیست، میشود. و معنی وحی اینجا همون وحی است که در موارد دیگر آمده. ابن کثیر میگوید که نه، این یک چیزی است در حد اون الهامی که به زنبور اثر میشود، برای که زنان نمیتوانند، در اون حدی نیستند. و اتفاقا طبری هم هیچ ترجیحی نمیدهد و اصلا نمیگوید که بالاخره طبری که جلوی دست مردم میتونستن بخونن. یعنی شما میگید نقش مفسر چیست؟ شما تا این حد جلو برید. من اراده مفسر گفتم در تصمیم گرفتن که این معنی رو بر اون معنی ترجیح بده. خود اراده مفسر از کجا ناشی میشه؟ اصلا از کجا اراده میاد؟ اراده مفسر قائم به فهم مفسر، به اندیشه مفسر. اندیشه مفسر برخواسته از فهم ادراک معنای مفسر. ادراک معنای مفسر بر روی زبان مفسر ایستاده، از زبان مفسر کمک میگیره. ببینید یه دایره ایست. خود اراده مفسر هم در اگر درست سوال رو مگر که سوال رو نفهمیده باشم، خود اراده مفسر هم به نوعی داره از همون ماده‌ای مشتق میشه، از همون سرچشمه ای میاد که خود متن ازش آمده و از این نظر هیچ تفوقی بر متن نداره. به خاطر این است که هیچ تفسیری مقدس نیست، نه به واسطه اراده و نیت پاک مفسرش، نه به واسطه توانایی مفسر در فهم متن. امیدوارم سوال رو فهمیده باشم. چون که دیده هم بسید سال دیگر اگر که سوالی نیست آقای یه حق سوال هم برای خودم محفوظ میدونم. سلام علیکم. شکر میکنم آقای احسای دوشینی که فرمودید واقعا باید اعتراف کنم بعضی از تعابیری که استفاده کردید برای خود من حداقل خیلی بدی و نابود، مثل همون بحث حالا مقایسه تکنولوژی برای نشون دادن اینکه چطور میتونه تجربه بشر تو فهمش از یه متن تاثیر بگذاره. من فقط از بعد از سوال، چون یه بخش زیاد از سوال من رو پرسیدن یکی از دوستان، اولین سوال، من همچنان
در تفکر و تعمق بودم که آیا تونستم از پاسخ شما اون چیزی که در این سوال نهفته بود رو جواب بگیرم یا نه. حقیقتا من فهم خودم رو عرض میکنم از پاسخی که شما دادید و بعد سوال خودم رو اضافه میکنم، امیدوارم که توی فرصت خیلی کوتاه بتونه گویا باشه. من این چیزی که متوجه شدم شما هرمنوتیک از این سوال به یه نوعی فرار میکنه و یا پاسخی براش نداره یا به نظر میاد برای پاسخ به این سوال باید یه سری از مفروضات بنیادین خودشون زیر پا بگذاره. به خاطر همین هم هست که حالا شاید شما با توجه به دانش فراهرمنوتیکی خودتون از لفظ فطرت استفاده کردید، ولی اگه دقت کنید بارها تو صحبت خودتون در مقام یه هرمنوتیسیان حالا یا هرمنوتیست هر کدوم از دو لفظ استفاده کنیم، شما هیچ وقت دیگه به این فطرت و اون چیزی که در پاسخ به این سوال اشاره کردید رجوع نکردید. بارها و بارها شما از چیزی به نام تجربه استفاده کردید، یعنی ملاک شناخت مخاطب فهم رو تجربه دونستید و فرمودید که من اینجور فهمیدم. در بیان دانش هرمنوتیک، منظورم شخص حقیقی شما نیست، منظورم به عنوان نماینده از این دانش، گفتید که چطور باید قرآن وقتی یک نفری تجربه‌ای نداره از یک فضایی باید باهاش صحبت کنه، خب باید از تجربتون استفاده کنه. در صورتی که اگر ما بپذیریم اون فطرت رو و اگر اون متن به یه نوعی به یه شکلی به ما یه چیزی برای تجربتون نشون بده، اون وقت به نظر میاد که یه مسئولیت‌ها و یه سری دریچه‌هایی باز میشه برای معرفت که دیگه شاید با اون اصول بنیانی هرمنوتیک قابل جمع نباشه. مثلا من یک مثال عرض کنم، ممکنه من با اون تعبیر ساختارگرایانه شما یه متنی رو امروز تولید کنم، حالا ادعا کنم این متن فقط کلماتش برای من نیست، کلماتش فرازمانی فرامکانی هر چیزی هست، من این در اختیار شما بذارم، هر کسی از این به بعد شک کرد راجع به هر کجایی که از این فهمیده بود به آقای ناهیدی مواجه کنه، و اگه آقای ناهیدی مثلا خدای نکرده برای صدری سازده نبودن، هر کدوم که ایشون هر کسی که ایشون گفت رجوع کنه و یه زنجیره‌ای از اینجا شروع بشه با یه شناسنامه زندگی. یعنی درسته به قول شما ممکنه خود اون متن یه بار به دنیا بیاد، ولی یه رفرنس زنده‌ای از اون وجود داشته باشه که در عمل دیگه جلوی اون بنیادهای نسبی‌گرایی که دانش هرمنوتیک داره رو بگیره به این شکل. اون وقت در این شرایط دیگه اون کسی که مواجه شده با این متن من و به نظر میاد پیام متن رو گرفته، نمیتونه هر چیزی رو سوار کنه و هر فهمی رو بپذیره دیگه. از نظر اون دانش، اون خدای هند فیلسر فلان دیگه نمیتونه وجود داشته باشه و برای اون یه مسئولیت‌های ایجاد. اینجا به نظر میاد که اصلا یه کسی که قائل به هرمنوتیک هست و یه کسی که یه پیام اینچنینی از این متن اصلا اینا نمیتونن با هم دیالوگ کنن. حتی اون یکی ممکنه براش خیلی قصاص چیز بیریختی باشه، ولی اون یکی اصلا حتی آدمایی که قصاصو بیریخت میدونن بیریخت بدونه، خیلی فضای پیچیده میشه. من میخوام ببینم نظر هستالی چیه به عنوان کسی که مسلطی. به خصوص این آخرین جمله رو هم بگم، شما یه جمله گفتید، از این جمله رو به وام بگیرم و ازش استفاده کنم. گفتید که وقتی وارد اون کلاس درس به عنوان اولین کلاس درس خودتون شدین، وقتی استاد اون جوک و اون لطیفه زننده در مورد حضرت مسیح رو تعریف کرد، بالاخره در این تصمیم سرنوشتاز شما پذیرفتید و مان، و بعدش هم اشاره فرمودید که هر جا به من فشار میاره اون، حالا من اینجوری استفاده کردم، اون ایمان مؤمنانه و اون مبانی هرمنوتیکی، سعی میکنم اون ایمان رو به عنوان بر خودم نگه دارم و بعد با استفاده از این مبانی به مثلا به کار بگیرم این دانش رو. خود این یه فرض بزرگ درش هست، این دوتا قابل جمعه، یعنی میشه همون ایمان رو نگه داشت همین مبانی رو به کار بست. فکر امیدوارم که دغدغه و ابهام خودم رو به درستی منتقل کرده باشم. من سوالی متوجه نشدم. شما این واقعیت رو فرمودید که هست، شما مفسرها رو هم می‌بینید، متعلقه‌ها و متکلم‌ها رو هم می‌بینید، بحث‌هایی می‌کنن که شما اینها رو که می‌خونید، فرض بفرمایید مثال عرض می‌کنم، مثلا یه بحث ساده اصالت بالاخره با ذات هست یا با ماهیت، خب بالاخره اینا وقتی بحثش می‌کنن دارن یک چیزهایی میگن، یک بحث‌هایی رو مطرح می‌کنند که خودشون قبولش ندارند، ولی میشکافندش، اندازش می‌گیرند، تعمق می‌کنند درش، جلو میرند باهاش، ردش می‌کنند، یه بچهش رو اگر
به نظرشون درست بیاد قبول میکنن، ایرادش رو توضیح میدن، حسنش رو بیان میکنن. ولی این چیزی که شما فرمودید یک واقعیت، من سوال نمیدونم. آخه نقض درش هست، یه تناقض درش هست. شما چطور ممکنه ما با هرمنوتیک سراغ یه متن بدیم که مبانیش ممکنه با مبانی دانش هرمنوتیک سازگار نباشه؟ این چطور میشه؟ این مبنا چیست که میفهمه سازگار نیست؟ همین متن میگوید من مقدسم به هرمنوتیک. همین مبنایی که الان خودتون فرمودید، یه کسی با اون ایمان مؤمنانش نمیتونه، خودتون الان این اشاره فرمودید دیگه، نمیتونه هرمنوتیک رو به کار ببنده. خودتون یه اشاره به این داشتید دیگه. از پشت اینکه یعنی نمیتواند از ایمانش به عنوان ابزار استفاده بکنه، نمیتواند ایمانش رو به عنوان خطکش به کار ببره برای اثبات چیزی. نه، میتونه برای خودش ایمانش رو نگه داره و بعد همزمان از دانش هرمنوتیک استفاده کنه. اینو شما فهمید دیگه، اشتباه نکنم. خب این فرض بزرگی قبول دارید؟ ممکنه یه متن بیاد بگه معضلی است. این معضلی است. حالا متن چه بگه که متن بگه که قطعا اگه شما مثلا به خدا اعتقاد داشته باشید، مثلا دارم میگم اگه مؤمن باشید و سراغ همچین دانش برید، قطعا ایمان شما رو ضربه میزنه. ببینید من چند وقت پیش، من دارم فقط اینو بزرگنمایی میکنم که متوجه چند وقت پیش ما یک جرح و بحثی داشتیم با یکی از اساتید تئولوژیان، در واقع یکی از اساتید متعلق دانشکده الهیات و علوم ادیان. بلکه اینها یک کار عجیبی که کردن این است که سعی کردن که الهیات رو با علوم ادیان رو کنار هم نگه دارن، که خیلی خیلی کار سختی است. البته دلیلش هم این است که دانشگاه تهدید کرده بود که اگر علوم ادیان اضافه نشه مطالعه مدرن دین، شما باید تبدیل بشید به حوزه، به سمیناری. اینا ناچار شدن. و حالا ما یه تعداد آدم داریم که اینا تحصیلاتشون در رشته مطالعات مدرن دینه، که درش پیش‌فرض‌هایی مثل همین که هیچ چیزی در این جهان مقدس نیست. با یه تعداد تئولوژیان که دارن متعلق که دارن اینها تو همون حوزه کار می‌کنن. ما در یک بحثی با یکی از اساتید در حضور دانشجویان نشسته بودیم، ایشون یک جایی رسید به من گفت شما بگید که چگونه الهیات رو از مطالعات دین جدا می‌کنید. من گفتم فرض بفرمایید مثلا 10 تا مشخصه داره مطالعات دین که اینا با الهیات سازگاری نداره. فرض بفرمایید مثلا اولیش این است که مطالعه دین یک رشنال ایفورت، یک تلاش عقلانی است، و حال این که الهیات یک کانفشنال ایفورت، یک تلاش مؤمنانه است. ایشون گفت نه، ما خیلی از طریق عقلی مثلا به عنوان متعلم نگاه می‌کنیم کار. گفتم فرض بفرمایید دومیش این است که هیچ در مطالعات دین ما هیچ دوگمی نداریم، هیچ دکترینی نداریم که نتونیم دستش بزنیم. ولی در الهیات مسیحی فرض بفرمایید الهی بودن ذات عیسی مسیح یا فرزند خدا بودنش یا مأموریتش برای نجات جهان از طریق تسلیبش، اینا چیزاست که کسی دستش نمیتونه بزنه. ایشون گفت نه، ما اتفاقا اینا رو دستم میزنیم و میتونیم من رد و بحث کنم. گفتم حالا سومیش این است؟ گفت نه، ما این کارا رو میکنیم. گفت پنجمیش این است؟ گفت نه. من گفتم خب پس آخر بس. گفتم پس شما متخصص مطالعات دینید و خودتون نمیدونید، اسم خودتون رو گذاشتید متعلم، شما اصلا تئولوژیان نیستید. بالاخره ببینید مؤمن است و هرمنوتیست است، مؤمن است و هرمنوتیسیان است. یه جایی است که دیگه مؤمن نیست خودش نمیدونه، یا یه جایی است که دیگه هرمنوتیست نیست خودش نمیدونه، خبر نداره. اما اینکه بگید در آن واقع همونجوری که شما فرمودید من هر دوش خواهم بود، من دو سه تا مثال ساده میزنم شما ببینید کجاها هرمنوتیک درگیر میشه با ایمان ما، عقل ما رو به چالش میکشه. فرض بفرمایید هرمنوتیک یکی از کاراش هست که دنبال کریتیکال آیرونی میگرده، دنبال نمیدونم واقعا چی باید ترجمه کرد، کریتیکال آیرونی میگرده، آیرونی های نقادانه میگرده. فرض بفرمایید که عیسی مسیح در یک روستایی وارد میشود، میگوید که مردم گرسنه‌اند، ما 5 قرص نان 3 قرص نان بیشتر نداریم، با ماهی میگه نترسید، نگران نباشید، دستش رو به زیر سبد میبره، تمام این چند هزار نفر رو غذا میده. خب خیال حواریون راحت میشه. فرداش پس فرداش در روستای بعدی دوباره چند هزار نفر جمع شدن که پسر خدا رو ببینن، غذا ندارن، اینا همه میترسن که چه بکنیم. اینجا مخاطب چیزی رو میداند که خود اکتور در داخل متن نمیداند. من میدانم که عیسی مسیح پریروز چه کرد در متن، و خود حواری که حضور داشته در متن گویی نمیداند. ببینید حضرت زکریا دعا میفرماید زمانی که حضرت مریم رو سلام الله علیه ما در محراب میبیند و مائده رو میبیند، میفهمد که مورد توجه هست و در واقع درهای آسمان بازند. چی میگوید؟ میگوید که به من فرزندی ببخش. یا زکریا، بعد نتیجه یا زکریا اینا نبشه رو که به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا قال کیف لی غلام. زکریای پیامبر که دعا کرده
از پروردگار خواسته، میداند او قادر مطلقه، میداند او تنها کسی است که میتواند در این سن بهش فرزند ببخشه، فرشته وحی نازل شده، پیامبر از فرشته و از بنده و شما تشخیص میده، گفته یا زکریا انا نبشرک به غلام اسمه یحیا، میگه کیفه یکون لی غلام امرأتی آقرن کانتو همسر من خشکیده است و من هم شیخی پیرم، میگه برات پروردگار است، میگه قال اجعل لی آیه، خودم نمیپذیره. بابا مگر خود پیامبر خود زکریا سلام الله علیه دعا نکرد؟ حالا که فرشته، من خواننده میفهمم کار کار پروردگار است، من میفهمم که معجزه است. ما بهش میگیم کریتیکال آیرون. ببین هرمنوتیک از همچین چیزهای خوشش میاد، میخواد بفهمه چرا متن این کار رو میکنه، چی میخواد بگه. حالا اون فرمودن که نیت مفسر اینجا دخالت مستقیم میکنه، مفسری که با نیت تکذیب از ابتدا وارد متن شده باشه، اون دستمایه رو پیدا کرده که شروع کنه با متن گلاویز بشه و سعی کنه متن رو زمین بزنه. مفسری که با نیت تأیید متن، با نیت فهم لایه‌های عمیق متن وارد شده و مؤمن به متن، سعی میکنه مشکل خودش رو حل کنه، برای که تردیدی در خرد مؤلف و در صحت و کمال متن نداره. اما من میتونم از این مثال صدها برای شما دربار، شما یک کمی شاید تعجب کردید برای که نشنیده بودید تا حالی همچی چیزی رو شاید در مورد قرآن، ولی اگر وارد حوزه هرمنوتیک قرآن بشید، شما از سر و کارتون به عنوان محقق هرمنوتیک قرآن دائم با همین جور مسائله، و از اون طرف به عنوان مؤمن شما این رو متن، این رو وحی نازل بر قلب مبارک پیامبر از جانب پروردگار به واسطه جبرائیل، این رو مخلوق پروردگار، این رو شاهد تمامی عالم بشر در قیامت، همه اینها میدونید. اما این فقط برای این، من در واقع تأیید کردم فرمایش شما، پاسخی عرض نکردم، برای که بگم این حکایت این است. حالا دیگه این گوی و این میدان برای هر کسی که طالب فهم قرآن است. ولی قابل جمع به نظر شما؟ باز جمع بشه. عمل کرده شما حد دقیقی میتونید؟ فعلا هنوز نماز رو ترک نکردم. خب ما یک رو زمان رسمی فاطمه. بله اگر که سوال کسی دیگه نباشه، چون ایشون اولویت ندارم. خوشی سوالت تشکر میکنم قبل از اینکه سوال من کردم. سوال من در مورد همون بحث تجربه نبوی هستش، که خب ما حالا به باور ما معتقدیم که وحی بحثی از یه طرف ترا بشری، یه طرف بشری، یه طرفی که بشری هستش، اونجایی که مرد میاد جلو، یعنی لغات میاد و خب مثلا لغات باید مثلا ما بفهمیم، ولی او از اون طرف حقایق میاد، از این طرف تبدیل به لغات میشه و به عقیده، حالا مثلا یه عده‌ای که حالا من خودم دقیقاً عقیده خاصی به این طرف اون طرف ندارم، اون وسط گیر کردم که یه عده میگن نقشه پیامبر مثلا نقشی داره که مثلا اون متن پیامبر تشکیل میده، یه عده مثلا میگن که خب نه اصلا از اون بحث مثلا میگن فتح‌الله قرن قرآن مددون به حقیقی کرد، دقیقاً لغت هم اومده. اگر اون بحثی که حالا مثلا دکتر سروش میفرمایند که مثلا این متن خب پیامبر توش شکل داده این متن رو، که خب از یه لحاظی هم کاملا درسته، چون اون فرابشری این بشری باید یکی این وسط بیاد این مثلا هر کنه این دو لینک رو ایجاد کنه به این دوتا، ولی حالا اون بحثی که حالا شما اینقدر میگین در مورد متنش، میگین که این متنش مثلا خیلی عجیب و خیلی قشنگ و مثلا حالا معجزه آساس، این در واقع هیچ کردیتی برای اینکه این وحی باشه نیست، این کردیت برای خود شخص پیامبره که ایشون میکنه یه دونه مثلا عجیب خیلی مثلا خوب که مثلا خیلی قشنگ صحبت گفته، یه حقایق رو دیده، همه یه حقایق رو میبینیم بالاخره، مثلا فرض کنیم من یه خوابی میبینم، بعد میام اینو صحبت میکنم، میگم مثلا حالا اگه بخوام اینو تعریف کنم خیلی قشنگ بگم، بازم کردیت منه، نه اون چیزی که دیدم یا اون تجربه که داشتم. اینجا یکم یه اشکال پیش میاد که من خودم فعلا جوابش پیدا نکردم. فکر کنم یه چیزی که میدونم، فکر کنم خود قرآن، حالا اگه بخوایم بحثی کم بگیریم در اون دیگه، خود قرآن با این نظریه مخالفه که مثلا خود پیامبر در این که این متن خیلی قشنگ باشه یا مثلا شاعرانه باشه یا اینا، مثلا با اینکه بگی که مثلا شما امی پیامبر تو امی بوده مثلا مثل شما بوده، یا اینکه مثلا یه سری میخوام از خشمم بگه این شاعر بوده، کلا مخالفت کنم. دقیقا اطلاعات قرآن من در این زمین زیاد نیست.
متشکرم. خیلی ممنون. سه تا در واقع بخش، بخش اولی که فرمودید بشر است پیامبر، بله، ها علیون بشر و کیف بشر. حالا اینجا اسم مبارک اند رو از حضرت امیر پیامبر واسه این است که گر بشر خوانم تو را از گفته خود شرمگینم، بر خدا خوانم تو را از گفته خود بیمناکم. بله بشر است، ولی چه بشری؟ کدام بشر؟ بشر کجا هست؟ در این موردش چیزی شکل نمیگیره. بس. زیبایی قرآن، خود قرآن زیبایی خودش رو به رخ شنونده نمی‌کشه. برای همین من عرض کردم در خصوص اعجاز هرگز قرآن نمیگه کسی، یعنی برخی گفتند این رو که از شدت کمال ادبی قرآن مهاجه کرده. عرض کردم از نظر بنده کمال ادبی قرآن اینجا مد نظر نیست، بلکه بالاخره عرب جاهلی میتونستن چهار تا دور هم جمع شن. حتی اگر، چرا عرب جاهلی رو مثال بزنیم، اگر قائل باشیم به صحت روایت مربوط به آیات شیطانی و هر حال مفسرین ذکرش کردن، تردیدی نیست که یک جایی خود قرآن دیگه دست کم این رو میدونیم که یک چیزی از شیطان زمزمه شده، که حتی پیامبر، وجود مبارک پیامبر این رو از آیه وحی تشخیص ندادن. این که دیگه آیه قرآن است که میفرماید که هیچ پیامبری نبود مگر اینکه شیطان در امنیه او القا کرد کلمه خودش رو، و اگر من نبودم که نسخش کنم، برطرفش بکنم، شیطان کار خودش رو میکرد. از نظر من اعجاز قرآن که مهاجم میکنه زیبایی قرآن نیست، خودش هم اینجای گرچه بی اندازه بی نظیر زیباست، گرچه تکان دهنده از نظر ادبی زیباست، ولی حتی خودش اینجای اشاره نمیکنه من خیلی زیبام به خاطر همین معجزم و از جانب پرورد دارم، بلکه اعجازش در کاریست که با فطرت سلیم میکنه، کاریست که با قلب نرم در مقابل فضیلش حق میکنه. این آدم نظر است. بحث عمومی بودن پیامبر که شما فرمودید، من به شدت معتقدم این وهم پیامبر است که ما پیامبر رو عمومی به معنی بی سبب بدانیم. یعنی اون پیامبری که، و خیلی زیاد هم در این خصوص مطلب و مقاله نوشته شده، اون پیامبری که فدیه اسرای جنگ بدر رو، کفار رو سوادیات دادن به یک، دو یا چند مسلمان قرار داد و به این حد اهمیت داد به سواد، اون پیامبری که تا لولاک جلو رفت برای اونهایی که معتقدن به حدیث لولاک، ستایش پروردگار از وجود مبارکش، خوندن و نوشتن که من و شما ظرف 6 ماه میتونیم یاد بگیریم، ظرف 2 سال میتونیم یاد بگیریم، در این حد، این وهم پیامبر است. امی به معنی اینکه کسی تعلیم نداده بود پیامبر. امی به معنی معلم ندیده و تعلیم ندیده. امی به معنی کسی که پس از تولد، این امیه که شیوهی بود از نگهداری کودکان که به صحرا می‌بردندشون، و برای همین هم پیامبر پس از تولد به صحرا بردن با دایشون و با طبیعت آشنا می‌کردن و تحت یک تعالیمی قرار می‌دادن. نمی‌دونم سوال دقیقا کجاست توی فرمایش شما، ولی من هم در حالا یه توضیح بدم، هم در کلمه اون یا معنی فارس برشن زاشتم که موقع مثلا اشتباه اون بزنید. قبول دارم، من نظر خودم برم شده برم شده برم شده که اونی همون بی سواد است و اجاز قرآن در این است که از یک پیامبر بی سواد نازم شده. بانوانی من چی ناس دوباره گفتیم که متن قرآن خیلی متن قشنگی این هم مخشنگی شما اینجا، اگر مثلا بخواییم شما مثلا فرض کنیم به شخص شما، از نظر خودتون من خواهم بدم، شخص شما مثلا نظر یه آقای سروش رو قبول داریم و میگین که این متن قشنگه، پس شما ما چهارم باید این که رو بدیم به خود شخص پیامبر، نه به این که حالا مثلا به این که حالا مثلا پیامبر یه ادیب بوده، نه این که پیامبر بوده و یه نبی بوده و به خاطر حالا مثلا اون قسمت فرابشریش هم تونسته مثلا یه متن قشنگی بگیره. خب اینم اینجا این مشکل شما خودت میشه اصلا دیگه. ببینید اولی که من عرض نکردم نظریه آقای دکتر سروش رو قبول دارم. عرض کردم پیش از ایشون آقای ویلسون چند دهه پیش از ایشون این نظریه رو مطرح کردن. ولی یه بحثی است که سال هاست بوده هست، در موردش هم بحث و اینها شده. نه رد کردم فرمایش ایشون رو و نه قبول کردم هیچ کدوم. عرض کردم همچه چیزی رو مطرح کردم، پیش از ایشون هم کسان دیگری مطرح کرده بودن. اما اینکه قرآن محصول پیامبر باشد، من معتقد به این نیستم که قرآن محصول پیامبر است. اگر قرار بود قرآن محصول پیامبر باشد، نیازی نه به وحی بود نه به پروردگار بود. هر پیامبر 40 سال فرصت داشت که این محصول رو ببینید. مرد در 20 نه 25 نه 30 به کمال خودش میرسه. نیازی نبود پیامبر تا یک روز مشخصی صبر بکنند و پس از اون روز مشخص به تعبیر خود آیه قرآن به لرزه بیفته بدن مبارکشون و یه پروسه شروع بشه که 23 سال ایشون رو در اون شرایط سخت قرار بده. من مطلقاً معتقد نیستم قرآن محصول پیامبر است، بلکه معتقدم قرآن محصول ترانسفورمیشنه
تغییر، نمیدونم چه کلامی برای ترانسفورمیشن شما استفاده خواهید کرد، تبدیل تجربه نبوی به کلامی است که ما در اختیار خودمون داریم. این که در خود تجربه نبوی کلام چقدر دخالت داشته، عرض کردم ما هیچ کدوم تجربهش نکردیم و نمیدانیم. پیامبرهای پیش از پیامبر هم در مورد این تجربه از کلمه استفاده کردند، ولی همچنان که قرآن کلمه رو برای قلب به کار میبره، اونها کلمه رو برای دهان به کار بردن. و این نشان دهنده این است که این یه چیزی فراتر از اون چیزی است که من و شما از کلمه میفهمیم. اما در اینکه کلمه ای را ببینید، کلمه است دیگه. بعد از که متن میتونه این تابلوی نقاشی اون روبرو الان متنه. یک نشانه است، یک ساینه. اگر شما کلمه رو اینجا با ساین عوض کنید، من نمیدونم یک منظره است که تبدیل شد به این آیه، من نمیدونم یک جمله است که تبدیل شد به این آیه، من نمیدونم یک چیزی است که حتی من نمیتوانم بگویم چیست که تبدیل شد به این آیه. قرآن میگوید که کلام درش دخالت داشته، اما برای این کلام یه وضعیتی رو ذکر میکنه، یه صفتی رو ذکر میکنه که اون با تجربه بشری من نمیفهمم چگونه کسی میتواند به قلب کسی کلمه ارسال کند. این رو نمیتونم بفهمم. اما مطلقاً معتقد نیستم قرآن محصول پیامبر است. یعنی پیامبر توی همون ابتدا میباید قرآن را شروع میکرد به نزول قرآن، لازم نبود صرف کنید. قرآن محصول رابطه پروردگار با پیامبر است. صرف متنش، متنی که در اختیار ببینید متن قرآن. یا مریم و ما کان ابوکم و استوئن و ما کانت امکی وقیا، این رو چه کسی میگه؟ این رو یهودی میگن که حضرت مریم پس از تولد حضرت عیسی نوزادش رو برداشت و به حضور اینها برد. قالو یا ما قالو، حتی میگه قالو یا ما یا مریم ما کان ابوکم را استوئن و ما کانت امکی وقیا. آیا اینها داشتن قرآن میخوندن یا نه؟ مگر نقل قول مستقیم نیست؟ نقل قول مستقیمه، نمیگه که جای دیگه هم نقل قول مستقیم داریم. فبه عزتو که شیطان میگه به عزت تو قسم که لعقبی نهام اجمعی از روبروشون از سمت راست و چپشون به اینها در خواهم آمد بشن. آیا شیطان داره قرآن میخونه یا نه؟ نقل قول مستقیم است که از شیطان آمده. نقل قول اگر دایرکت سایتیشن نبود، خب هزار راه داشت برای اینکه خودمون رو قانع کنیم. اما وقتی نقل قول مستقیم است، آیا اون زمانی که یهود داشتن به حضرت مریم اعتراض میکردن داشتن قرآن میخوندن خودشون نمیدونستن؟ چون نقل قول مستقیمه. اگر قرآن بخواییم بگویم که این قرآنی بود که از ابتدا تعیین شده بود، اینها اختیار داشتن در این چیزی که داشتن میگفتن یا داشتن میگفتن به خاطر اینکه این قرآنی است که قرار است نازل شود و باید کلمه به کلمه، حرف به حرف، نعل به نعل همون چیزی باشد که اراده حق تصمیم گرفته از ابتدا، اینا یا بی اختیار بودند؟ باز هنوز از این پیچیده تر و سخت تر این که اینها به عربی حرف نمی زدند، اصلا زبانشون زبان دیگری بود. ولی شما میبینید اینجا ما نقل قول مستقیم داریم به زبان عربی، در واقع این ترجمه این چیزیست که اونها به آرامایی که به عبری به حضرت مریم سلام الله علیه گفتن. متن قرآن داره از کجا میاد؟ قطعا از پیامبر نمیاد، تردید ندارم که از پیامبر نمیاد. بلکه اگر قرار بود از پیامبر بیاد، میبایست پیامبر شاهد تمام این نقل قول، وارد اون مباحث عرفانی نمیشه در مورد ذات مقدس پیامبر، خب میبایست شاهد تک تک این صحنه ها بوده باشد، از ابتدا که شیطان گفت و با نقل قول مستقیم در قرآن آمد تا آخرین پیامبری که در قرآن با نقل قول مستقیم ازش جمله نقل شده. نمیشود نقل قول پیامبر باشه. اما اینکه پیامبر در شکل گیریش، در تکوینش، در اون چیزی که عرض کردم ترانسفورمیشنش، از اون تجربه به این چیزی که به ما رسید شکل نقش داشته باشد، قطعا من قائل به نقش پیامبر هستم. خب متشکرم. اگر که سوالی نیست، سوال و از آن تقریبا تمام شده. من سوال خودم رو سوال یک دارم، اگر فکر میکنید که میشه در دو دقیقه جواب بدم، اگر نه من بعد خدمتش هستم. اون سوال با یه نگرش دیگری میپرسم. عنوان سوال تا آخر، عنوان حالا یک متن‌شناس قضیه نسبی‌گرایی در قرآن رو چجوری شما حل میکنید با حالا اون دید ایمانی هم که فرمودید؟ یعنی مثلا دقیقا همینه که مثلا مذاهب مختلف مسلمانان نسبت به جهاد چجوری برخورد میکنن، وهابی‌ها جهاد چجوری می‌بینن، طالبان چجوری می‌بینن، شیعه چجوری می‌بینن، تفاسیر مختلف از قرآن، آیا ما باید یه تفسیر واحد در بیاریم یا نه؟ این تفاسیر می‌تونه همین سیر سیاریتش رو در این 1600 سال طی بکنه، هر کسی هم برای مختزای همون موقع سرا تفسیر واحد رو در بیاره و اگر اینطوریست درست کدومه؟ بسیار فخر
سوال مهم است، مسئله کنم کوتاه عرض کنم. ببینید اولا که تفسیر واحد از هیچ متنی وجود ندارد، حتی مفسر واحد از متن واحد تفسیر واحد نخواهد داشت در زمانهای مختلف. یعنی اگر پیامبر، وجود مبارک پیامبر امروز در بین ما حضور داشتن، ما شرف و حضور داشتیم که در خدمت ایشون باشیم و برای ما قرآن رو تفسیر میکردن، اون چه که برای ما تفسیر میفرمودن با اون چه که در اون روز به عرب جاهلی گفتن متفاوت بود، به خاطر اینکه ما متفاوتیم. یه جور دیگه نگاه کنیم، یکمی به قضیه از منظر اپوکالیپس نگاه کنیم، در از منظر اسکاتولوژی نگاه کنیم. امام زمان سلام الله علیه نزول اجلال بفرماید، آیا تفسیر از قرآن ارائه خواهند داد یا نه؟ بله. آیا تفسیری که از قرآن ارائه خواهند داد تفسیر نهایی قرآن و واحد خواهد بود؟ اگر بگوییم یک تفسیر واحد و نهایی از قرآن ارائه خواهند داد که در اون مصادیق تعیین خواهد شد، دقت بفرمایید این جمله مهمه، نه مفاهیم. در اون صورتی باید همه مردم جهان به یک شکل لباس بپوشند، غذا بخورند، زندگی بکنند، رفتار بکنند. اما تفسیر واحدی که ذات مبارک امام زمان سلام الله علیه از قرآن در آخر زمان ارائه خواهند داد، تفسیری است که در مفاهیم واحده. در واقع این تفسیر از این حیث با تفسیر خود پیامبر هیچ تفاوتی نخواهد داشت. همون مفهوم رو به گوینده، به شنونده القا خواهد کرد، مصادیقش مختلف خواهد بود. ببین یه کار خیلی جالب، کلمه صفت مناسب نیست، کار عجیبی که سلفی ها میکنن و در مورد تفسیر قرآن هم تفاوتی نداره، این است که مثلا وقتی به سنت پیامبر نگاه میکنن، خود ما هم البته این کار رو تا حدی میکنیم، به سنت پیامبر که نگاه میکنن، به مصادیق سنت نگاه میکنن، مصادیق سنت رو به جای مفاهیم سنت میگیرن. نتیجهش این که در افغانستان در اون مدتی در جاهایی که قدرت داشتن یه چند ماه فرصت دادن هر کس ریشش رو به حدی بلند کرد که پس از گرفتن این موی ریش از ته انگشت خارج بشه سیف بود، امن بود، هر کس پس سرش رو قطع کردن. ولی که میگن آقا سنت پیامبر ریشی است که وقتی شما بدیدش از اونجا بیرون. ما نعلین زرد داریم، دوستانی که عالم طلبگی رو تجربه کردن میدونن، بلکه در روایت داریم پیامبر نعلین زرد میپوشیدن. این مصداق رو به جای مفهوم گرفتن، مگر در زمان پیامبر چقدر تنوع رنگ کفش وجود داره که ما بدانیم انتخاب پیامبر قطعا همین یک رنگ بوده از میان تمام چند میلیون رنگی که امروز ما با کامپیوتر میتونیم بسازیم. اما اگر مفاهیم سنت رو بگیریم، میگیم آقا پیامبر متواضع، آراسته، تمیز و پاکیزه، ببینید معطر، مؤدب. شما در هر زمانی ببینید مصداق آراستگی چیست، مصداق نظافت و مصداق تواضع چیست، مصداق تعادل چیست، شما تفسیر اون زمان خاص رو پیدا کردید. از یک مملکت به مملکت دیگری تشریف ببرید، تفسیر آراستگی تغییر بکنه، تفسیر شما از آراستگی باید با اون مکانی که جابجا کردید. در واقع این ریلیتیویسم که شما مطرح می‌کنید، اساساً فلاسفه میگن به زمان و به مکان دیگه، به زمان نسبیست یا به زمان به مکان نسبیست. تفسیر قرآن، تفسیر حقیقت مفهومی قرآن نه به زمان متغیر و متکثر و متعدد، نه به مکان، هیچ کدوم. اما مصادیق این مفاهیم به زمان متغیره، به مکان متغیره. از قوم، از این قوم و ملت ها امام زمان هم نزول اجلال بکنن، الزاماً دستور نمیدن که هر کس در کانادا زندگی میکنه همون رفتاری رو بکنه که در چین زندگی میکنه. پاسخ من در واقع این است که بله، یک تفسیر واحد از قرآن وجود داره، اون تفسیری که نزد پیامبر، نزد ائمه اطهار بوده، توسط امام زمان سلام الله علیه عرضه خواهد شد، ارائه خواهد شد، همه ما رو شگفت زده خواهد کرد، به حدی که در برخی تعابیر و روایات آمده میپرسند این چه دینی است که امام زمان با خدا ورده، اینقدر اسلام چهرش مشوش شده، تغییر کرده، و اون در مفاهیمش هیچ تفاوتی با تفسیر پیامبر نداره، اما مصادیقش عالم دیگری است. و چه بسا که اگر عمر مبارک امام زمان اجازه بده و طول زمان اجازه بده، تفسیر امثال امام مصداق تفسیر امثال امام زمان از قرآن با مصداق تفسیر 5 سال دیگه همون امام زمان حضرت ولی عصر متفاوت باشه. اینم شاید باز جواب بدن. متشکرم، خیلی ممنون. دیگه وقت برنامه تموم شد. من تذکر میدم که بعد دوستان برای نظرسنجی و گیبوز کانال ما کمک میکنن، فور کنن و تحویل بدن. اگر سوالی هم دارن مجددا یادداشت بکنم، از آقای ناهیدی خواهش میکنیم که جواب بدن و بعدا در سایتمون انشاءالله اینا آپلود خواهیم کرد. باز تشکر میکنم از ایشون که زحمت کشیدن و وقت گذاشتن. برنامه بعدی ان شاءالله ظرف
مدت دو ماه آینده امیدواریم که بتونیم برنامه بعدی رو از دوباره به همین نشست‌ها خاطر داشته باشیم. دعوه کانون توحید هم این هستش که در انتهای برنامه ما حتما یه دعایی رو قرائت بکنیم. الان چون عصر جمعه هم هست ان شاءالله با همین دعای فرج رو زنده می‌کنیم و سبب آرزوی فرج برنامه رو به پایان می‌بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن به ولیه که حجت ابن الحسن صلوات و کر علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً محافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و اربکه طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. به صلوات دوستان. آمین.